خب لایو هم که آماده شد. با درود فراوان خدمت همه دوستان و همراهان عزیز که در این جلسه حضور دارین. جلسه امروز ما که به تاریخ 24 نوامبر 2022 برابر با سوم آذر ماه 1401 خورشیدی برگزار میشه، منظورم جلسه نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا است، رو در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی شروع کنیم. در ابتدا لازم است که اسامی سخنران ها و موضوعات سخنرانیش رو برای شما عزیزان اعلام بکنم. بانو لیدا اشجعی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه سال 1401 رو ارائه خواهند داد. در ادامه جناب آقای مهدی افشارزاده، موضوع بررسی هدف دهم از اهداف 17 گانه سند 23 رو ارائه میدن و پس از اون جناب مهران انصاری نژاد در رابطه با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با محوریت سرکوب گسترده دانشجویان ارائه مطلب میدن و در پایان هم بحث آزادی خواهیم داشت با موضوع اعتراض و اعتصابات کارگری. و خاطر نشان میکنم که عزیزان این امکان رو دارن که در پایان هر بخش نظرات خودشون رو با ما در اشتراک کنن. خب اگر صحبتی نیست از همکاران، دعوت کنیم از بانو لیدا اشجعی تا گزارش رو تحلیل موارد نقض حقوق بشر مهر ماه خودشون رو ارائه کنن. بانو اشجعی، ما در خدمت شما هستیم و صدای شما میشیم. با سلام دوباره و تشکر از شما آقای گلستان جون. در اولین خبر شما رو، یعنی یک خبری هست که بی بی سی اعلام کرده، شورای حقوق بشر تصویب کرد که درباره کشتار و سرکوب معترضان ایران تحقیقات مستقل انجام شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای سازوکاری دیگه برای راستی آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که پس از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند تعیین کرد. بر اساس این مصوبه رئیس شورای حقوق بشر موظف شد که به شکل مستقل کار تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران را از روز 25 شهریور بر عهده بگیرد. این خبر خوبی هست، ولی اما من میپردازم به گزارش، در واقع گزارشی که در رابطه با مشکلات ایران و اعتراضات و کشتارهایی که به ناحق و خون جوانان و نوجوانانی که به ناحق در ایران بر زمین ریخته. بازداشت، یعنی در واقع با نقض حقوق جوان و دانشجو شروع می کنم که بازداشت 23 شهروند از جمله چند دانشجو توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف. من اسامی این شهروندان به ترتیب علی وکیلی، امین زارعی، علی اکبری، علی رضا حبیبی، وحید دولتها، رسول اکبری، مهدی رنجبر، هادی مختاری و حسین مختاری در ملکان، علی اسماعیلو، جلیل اسلامی، افشار امویی، حسین زاره، متین حاجی لاری، محمد بابایی و علی تقی‌زاده در خوی و فرشید درخشان 18 ساله دانشجو و اهل شیراز توسط هارانا در واقع اینها ثبت شده. همچنین فاطمه محمدی، سرپرست یک گروه رقص آذربایجانی، و محلقا بابازاده، مربی رقص و دانشجوی موسیقی توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شدند. ادامه تجمع و اعتصابات، اعتصاب در دانشگاه‌ها و شعار دانشجویان. همزمان با ادامه اعتصاب در دانشگاه‌های مختلف و خودداری دانشجویان از حضور در کلاس، دانشجویان تعدادی از دانشگاه‌ها تجمع کردند. از جمله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان شعار کشته شده چند صد نفر، تیم ملیمون رفته قطر رو سر دادند. دانشجویان متحصل دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز دوشنبه نیز تجمع خودشون رو ادامه داده و ضمن همخوانی سرود کردیه شهیدان شعارهایی از جمله کردستان 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 گورستان فاشیستان سر دادن.
روز یکشنبه نیز دانشجویان دانشگاه کردستان تا پاسی از شب تجمع خود را ادامه داده و در حمایت از رحمت صادقی رئیس این دانشگاه که در اعتراض به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه استعفا داده شعار دادند. اساتید این دانشگاه روز یکشنبه در تجمعی حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه را که منجر به مجروح شدن تعدادی از جان دانشجویان و یک نگهبان شده بود را محکوم کردند. روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه الزهرا نیز با درست کردن قایق‌های نمادین به یاد کیان پیرفلک شعار جنایت تکرار شده مهابات نیزار شده رو سر دادند. دانشجویان این دانشگاه همچنان در بیانیه اعلام کردند که از همراهی با خواستای به حق مردم کوتاه نخواهیم آمد و تا آزادی بی قید و شرط هم دانشگاهی های در بندمان و لغو هر گونه رفتار غیرقانونی علیه آنان دست در دست یکدیگر به همدلی و خواهری خواهیم ایستاد. همچنین دانشجویان دانشگاه مازندران اعلام کردند که در اعتراض به کشتار تروریستی مردم در شهرهای کردنشین توسط نیروهای امنیتی و ادامه بازداشت دانشجویان کلاس‌های درس را تعطیل کرده و از دادن آزمون میان ترم امتناع خواهند کرد. در همین حال دانشجویان علوم پزشکی البرز با شعار هموطن تیر بخوره به غیرت بر بخوره تجمع کردند. در روزهای گذشته صدها نفر از دانشجویان دانشگاه مختلف ممنوع الورود شدند. در همین حال دانشجویان ممنوع الورود دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر پشت در دانشگاه حضور یافته و با تجمع دانشجویان همراهی کردند. همچنین دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی در حمایت از فاطمه انصاری، توحید شافی، یاشار پناهی، پارسا شجاعتین و دیگر دانشجویان بازداشتی تحسن کردند. اعتصابات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف و عدم حضور در کلاس‌ها نیز همچنان ادامه دارد. در همین حال دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال اعلام کردند که تا زمان آزادی همه دانشجویان دستگیر و ربوده شده و رفع احکام تعلیق اخراج و ممنوع الورودی در کلاس ها شرکت نکرده و شهریه پرداخت نخواهند کرد. همچنین دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه جنوبی شاپور اهواز با اشاره به سرکوب و کشتار مردم توسط حکومت در بیانیه اعلام کردند از روز اول آذر ماه در هیچ کلاس درس و بخش‌های بیمارستانی حاضر نخواهند شد. در حدود 3 ماه گذشته نیروهای امنیتی چندین بار به خوابگاه دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف حمله کردند. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال تعدادی نیروی لباس شخصی صبح دوشنبه وارد اتاق دانشجویان دختر در خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران شده و وسایل دانشجویان را تفتیش کردند. روز دوشنبه همچنین امروز در پی ورود یکی از دانشجویان ممنوع الورود دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 2 نفر از نیروهای حراست برای اخراج اجباری او از محیط دانشگاه اقدام و این دانشجو را تهدید به بازداشت کردند. نیروهای حراست همچنین کارت چند دانشجوی دیگر را ضبط کردند. در هفته های گذشته دانشجویان در سراسر کشور علاوه بر تجمع، اعتصاب و تحصن همچنین اقدام علیه تفکیک جنسیتی به ویژه در رستوران های دانشگاه اعتراض خود را بر علیه حکومت نشان دادند. من در واقع مقایسه دیگه خودمون میدونیم که ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اهمیت اجتماعی که یکی از مهمترین مسئله هست، ماده 20 حق آزادی تجمع و اعتراضات داریم، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان. و خبر بسیار مهم خبرهای نقض زنان هست که در واقع تجاوز به دختران و پسران در زندانهای ایران رو شامل میشه که خبر بسیار بسیار وحشتناکی است.
شبکه CNN پس از یک بررسی دو ماهه در گزارش تحقیقی به اعتراضات و بازداشت ها در ایران پرداخت و تایید کرده است. پسران و دختران بازداشت شده در ایران مورد خشونت جنسی قرار می گیرند و در برخی موارد در زندان به آنها تجاوز می شود. به گزارش صدای آمریکا CNN پاتکه بر مصاحبه با افراد، گزارش ها، مستندات و تصاویری که جمع‌آوری کرده نوشته است، در یکی از این موارد تجاوزی که صورت گرفته باعث ایجاد جراحتی شدید شده است. در مورد دیگر تجاوز به یک پسر خردسال ثبت و راستی آزمایی شده است. به گفته CNN دستگاه‌های امنیتی از تجاوز جنسی فیلمبرداری کردند. این گزارش افزوده که دولت ایران درهای کشور را به روی خبرنگاران خارجی بسته است. به طور متوالی اینترنت را قطع کرده، صدای مخالفان را با بازداشت‌های دست جمعی سرکوب و با تشدید سرکوب‌ها به شدت ترس را در ایران حاکم کرده است. یک زن کرد ایرانی که CNN برای امنیت او از نام هانا در موردش استفاده می کند می گوید که در حین بازداشت هم شاهد خشونت جنسی بوده و هم متحمل خشونت جنسی شده است. هانا می گوید دخترانی بودند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و سپس به شهرهای دیگر منتقل شدند. آنها از صحبت در مورد این چیزها می ترسند. هانا که 24 ساعت را در بازداشتگاه ارومیه بوده می گوید که در حدود 30 تا 40 زن دیگر نیز به همراه چند پسر آنجا بودند. او میگوید این پسرها که میانشان 14 و 13 ساله ها نیز دیده میشد همگی در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند. به گفته هانا پسرها به شدت ضرب و شتم شدند، اما ضرب و شتم دختران از آنها نیز شدیدتر انجام شد. سپس ماموران جمهوری اسلامی آنها را تحت آزار جنسی قرار دادند. او تصریح کرده که در این بازداشتگاه یک سالن اصلی و یک اتاق خصوصی بازجویی وجود داشته است. هانا گفته که یکی از افسران دختری زیبایی را به تنهایی با خود به آن اتاق برده و به او تعرض جنسی کرده است. CNN همچنین به نقل از منابع مطلع که با قربانیان گفتگو کردند نوشته که ماموران جمهوری اسلامی از برخی صحنه‌های خشونت جنسی فیلم تهیه کرده و آن را به ابزاری برای بازجویی و ساکت کردن معترضان تبدیل کردند. این گزارش از جمله به پرونده دختر جوان 20 ساله‌ای به نام آرمیتا عباسی ساکن کرج می‌پردازد که به خاطر نوشته‌های اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد و دولت ایران در اطلاعیه مدعی شد که او یکی از رهبران اغتشاشات بوده و پلیس ده کوکتل مولوتوف را از آپارتمانش کشف کرده است. CNN می نویسد که از این اطلاعیه چنین برمی آید که قوه قضاییه ایران مجازاتی سخت را برای این دختر 20 ساله در نظر گرفته. اما این اطلاعیه در این حال با هدف تکسیب مدارک افشا شده در اینستاگرام بوده که سرصدا به پا کرده. به گزارش CNN این مدارک مکالمات میان پزشکان در سرویس پیام خصوصی اینستاگرام بوده و حاکی از آن است که نیروهای امنیتی ایران خانم عباسی را تحت شکنجه و خشونت جنسی قرار دادند. طبق مدارکی که از بیمارستان امام علی در کرج درج شده است، او روز 25 مهر به همراه افسران لباس شخصی به این بیمارستان برده می شود در حالی که موهایش تراشیده شده و به شدت می لرزید. پزشکان در مکالمه افشا شده خود از وحشتی حرف زدند که با دیدن نشانهای تجاوز احساس کردند. یک منبع مطلع در بیمارستان امام علی در گفتگوی با CNN صحت این مدارک را تایید کرده است. آرمیتا عباسی هم اکنون در زندان فردیس نگهداری می شود. CNN می نویسد که نتوانسته با او با اعضای خانوادهش صحبت کند. بیشتر گزارش های مربوط به خشونت جنسی که از زمان شروع اعتراضات ناشی از مرگ مهسا امینی توسط CNN بررسی می شود از غرب کشور است، جایی که بخش های وسیعی از منطقه عمدتا کرد هستند. همزمان با بازداشت گسترده معترضان توسط مقامات و خاموشی رسانه ها میزان خشونت جنسی نیز توسط حکومت افزایش یافته است.
تداومی و خبری دیگر که تداوم بازداشت و بلا تکلیفی نیلوفر حامدی و عدم صدور کیفرخواست است که نیلوفر حامدی روزنامه نگار زندانی که در شامگاه چهارشنبه 31 شهریور و در طی بازداشت گسترده روزنامه نگاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود همچنان در بلا تکلیفی به سر میبره که همسرش آقای آزرگلو وضعیت این روزنامه نگار هیچ تغییر نکرده و جز تماسهای هفتگی تنها راه ارتباطی دیدارهای یک هفته در میان است که فقط یک بار میسر شده. نیلوفر حامدی که خبرنگار روزنامه شرق بوده به همراه در واقع یک روزنامه نگار دیگری به نام خانم الهه محمدی دستگیر میشه. فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران چند پیش طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اتهامات مطرح شده به خانم ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی از سوی نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران آن را تلاشی برای جلوگیری از گزارش رسانه‌ها از تحولات ایران و بخشی از تلاش‌های حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات جاری در این کشور میدونه. این فدراسیون در بیانیه‌های متعدد خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده از زندان هست. اما اتهامات الهام افکاری، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. در حالی که سعید افکاری برادر الهام افکاری بیشتر اعلام کرده بود سوالاتی که طی بازجویی در پلاک صد اطلاعات شیراز از الهام پرسیده شده در مورد تبلیغ علیه نظام از طریق پست و استوری در مورد نوید و دیگر کشته شدگان بوده. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 1 آذر 1401 اعلام کنه که اتهام الهام افکاری اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی با فراخوان هاست. برادر نوید و الهام افکاری همچنین روز گذشته خبر از صدور قرار وثیقه برای خواهرش داده و گفته بود که به رقم تامین مبلغ وثیقه دستور آزادی الهام افکاری صادر نشده. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه اما تاکید میکنه که الهام افکاری تفهیم اتهام شده و برای او قرار بازداشت موقت صادر شده. او همچنین مدعی میشه که متهم یعنی الهام افکاری ارتباطات گسترده‌ای با عناصر فعال رسانه‌ای و شاخص برانداز داخل و خارج از کشور داشته. در این مورد هم عدله وجود داره. الهام افکاری که از زمان بازداشت در اعتصاب قضا به سر میبره دو روز پیش به بند بازداشتی های اخیر زندان عادل‌آباد که زندان وحشتناکی هست منتقل میشه و در تماس تلفنی با خانواده خانه میشه که اعتصاب قضاش رو بشکنه. الهام افکاری خواهر نوید افکاری که 19 آبان 1401 بازداشت و به پلاک صد اطلاعات در شهر شیراز منتقل شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران می‌نویسد که خواهر نوید افکاری در حین فرار از مرز بازداشت شده. این خبرگزاری همچنین بدون اشاره به جزئیات یا ارائه سند مدرک مدعی میشه الهام افکاری یکی از عوامل اصلی ایران اینترنشنال بوده. نوید افکاری پشتگیر جوان شیرازی در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت و سپس به اتهام قتل یک کارمند حراست سازمان آب و فاضلاب شهر شیراز محکوم و اعدام شد. اما رنجی که خانم غزل رنج کشید از دست دادن چشمانش، زنی که چشمش را با گلوله ساشمیه از دست داد. غزل رنجکش زن جوانی که 24 آبان 1401 یک چشم خودش رو بر اثر شلیک گلوله ساشمی از دست داد از داره پرسید چرا من زدی؟ چرا لبخند رو لبانت بود؟ به نوشته این خانم این دانشجوی رشته حقوق بندر عباس او در حال برگشت به خونه بوده که مورد اصابت گلوله ساشمی قرار میگیره. من عنوان میکنه که من فقط پس از 4 ساعت کلاس بودن و 9 ساعت کار بودن داشتم برمیگشتم خونه تا استراحت کنم. این زن جوان به همراه مادرش در راه بازگشت به خانه بود که متوجه میشه مردی مسلح به سوی اونها نشانه میده. قضا
در واقع خودش رو سپری برای مادرش میکنه. قزال رنج کیس اشاره به اینکه در آوردن ساشما از چشمش 3 ساعت طول کشیده، پلک هم با جراحی پلاستیک ترمیم شده، حدود 52 تا بخیه روی چشم راست هم هست و دیگه بینایی نداره چون شبکیه کاملا آسیب دیده، امکان پیوند قرنیه وجود نداره. نیویورک تایمز 29 آبان 1601 در گزارشی از صدها نفری نوشت که در جریان اعتراضات سراسری در ایران از فاصله نزدیک هدف قرار گرفتند. چشمان آنها بر اثر اصابت گلوله‌های فلزی و پلاستیکی نابینا شده. دادگاه محبش شهریاری و فریبا کمال آبادی برگزار شد که این دو شهروند بهایی هستند و متهم هستند به اداره جمعیت تحت عنوان فرقه انحرافی بهایی. بازداشت سناس تفصلی شهروند بهایی هم در مشهد، این هم باز یکی از بهایی های ما هست که در واقع در مشهد دستگیر شده. و اما ببخشید بانو اشتهی بفرمایید، معذرت میخوام، دوستان اعلام میکنن که صداتون ضعیف شده. من گفتم چون بله و لطف کنین تا حدودا 5-6 دقیقه دیگه جمع بندی کنین صحبتاتون رو. باشه چشم، الان بهتر شد باز؟ بله بفرمایید. من باز یعنی انقدر که این خبرها زیاد هست و همه هم همین از دستگیری ها و بازداشت ها صحبت میکنه، من فقط به اسامی بچه هایی که یعنی این جوان هایی که در ارومیه، ملکان، خوی و اردبیل دستگیر شدن میپردازم که مهدی فرخیان، امیر علی گلی، رسول اکبری، علی محسن نژاد، محمد گلی، علی اکبری، علی وکیلی، امین زارعی، سینا فارابی، علی رضا فارابی، علی رضا حبیبی، حسین مختاری، علی محمد باقر نژاد و مجید خانی از جمله بازداشت شدگان شامگاه روز شنبه 28 آبان در ملکان هستند. امروز 29 آبان هم در البته با تاریخ این خبر 29 آبان هم نیروهای امنیتی رضا بیانی دیگر شهروند ملکانی رو بدون ارائه حکم قانونی بازداشت رو به مکان نامعلومی منتقل میکنه. یه خبر رو من بخونم، با البته بازم در خویم علی رضا جباری، علی طالبی، علی اسماعیل لو، جلیل اسلامی، افشار عمویی، حسین زاره، متین حاجیلاری، محمد بابایی، علی تقی‌زاده، جواد فتلو، مهدی ملا محمدی، محمد احمدپور و امیر حسین علیزاده بازداشت شدند. آقای گلستانی جون، من یه خبر رو بخونم که این خبر مهم هست. مشهد در بوشهر یک زن باردار توسط نیروهای امنیتی باعث سقط جنین شد. نگهداری 86 زن بازدار شده در قرنطینه بند زنان. البته بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته یک زن باردار با نام مهشید کاشانی نژاد در جریان اعتراضات مردمی مشهد به دلیل ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی دچار سقط جنین میشه. وی پس از بازداشت به قرنطینه زن منتقل شده و در حالی که کتف وی دچار شکستگی شده بود در قرنطینه زندان مشهد بدون حق دسترسی به خدمات درمانی مناسب نگهداری میشه. گفته میشه که همکنون دست کم 86 تن که در جریان اعتراضات مردمی استان خراسان رضوی بازداشت شدند در قرنطینه زندان مشهد در شرایط سخت نگهداری میشن. به دستور نهادهای امنیتی دست کم 10 زن بازداشت شده دیگر به بند عمومی که برای تنبیه زنان مورد استفاده قرار میگیره و تاریک و بدون هر گونه امکانات اولیه منتقل شدند. سرنوشت زنان، جوانان ما، حالا البته من گزارش کودکان رو هم داشتم از بازداشتشون، از مرگشون، که در ایزه 3 نفر مرگ 3 تا کودک رو دادیم. البته بسیار آمار بالاتر از این هاست. خود هارانا هم به این مسئله در واقع اشاره کرده که آمارها بسیار بالاست، منتها حالا تا راستی آزمایی بشه و تحقیق بشه و اسامی مندرج بشه وقت خواهد گرفت.
در حال من اینطور یعنی مقایسه هم اگر بخوایم بکنیم، باز ماده 22 حق امنیت اجتماعی است، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ماده 2 و ماده 4. ماده 2 خشونت جسمی، جنسی، روانی در هر جایی که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. ماده 2-4 دولت ها باید خشونت علیه زنان رو محکوم کرده و نباید هیچ کس سنت یا ملاحظات مذهبی رو برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت ها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تعقیب یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند. که البته دیگه در واقع من جنبندی که میبینید تمام خبر هست، تمام خشونت هست، تمام قتل هست، تمام نابودی در واقع ثروت انسانی و مادی یک کشور هست. من در واقع این گزارش رو به اتمام میرسونم با آرزوی سلامتی و آزادی کشورم. مایک رو میبندم. سپاسگزارم بانو اشجعی، ممنون از گزارش که ارائه دادین. در واقع بر هیچ کسی پوشیده نیست. وقتی صحبت از نقض حقوق بشر توی کشور میشه، نه توی بخش خاص، نه توی شهر خاص، خب اصلا با یه جمع‌بندی چند ساعت هم نمیشه کنار اومد. اگر حتی هم روی سرسری بخوایم نگاه بکنیم، لحظه لحظه در ایران اتفاقات میفته که خبرسازه و تأسف‌بار. ولی خب ممنونم از اینکه شما زحمت کشیدین حداقل بخشی از این مطالب رو ارائه دادیم. هرچند که هر روز ما شاهد این وضعیت ناگوار هستیم در ایران و امیدواریم که وضعیت هرچی سریعتر به بهترین شکل جمع شه و مردم بتونن آرامششون داشته باشن، آزادی رو داشته باشن و همه اونایی که دوست دارن تو ایران باشن در سراسر دنیا بتونن به راحتی در ایران باشن و زندگی آروم و با عشق رو داشته باشن. دوستان عزیز اگر کسی صحبتی داره من در خدمت دوستان هستم. اگر نه که در خدمت جناب افشارزاده باشیم با ارائه مطلبشون در رابطه با هدف 10 از سند 23. خب جناب افشارزاده ما شنوای صحبت شما هستیم. سلام خدمت همگی و شخص شما جناب گلستانجوی گرامی. با هدف 10 کاهش نابرابری در درون و میان کشورها در خدمتون هستم که به مواردی مانند افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی، توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و ایجاد فرصت‌های برابری برای همه، سیاست گذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر، تضمین حضور پررنگتر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های مؤسسات مالی، تسهیل مهاجرت مسئولانه، کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند و کاهش هزینه های نقل و انتقال برای حقوق کارگران است. اون موضوعی که من میخوام در این چند ساعت بهش بپردازم درباره نابرابری اقتصادی. نابرابری اقتصادی که همه ما به نوعی اونو تجربه کردیم، حسش کردیم و بدون اینکه علاقه داشته باشیم باهاش زندگی کرد. این میزان نابرابری که در اقتصاد ایران وجود داره در برهه‌های زمانی مختلف یکسان نبود، اما در حال حاضر به یکی از نابرابرترین سطوح خودش رسیده. یعنی در این شرایط عده اندک بیشترین سود، البته اون چیزی که ما بهش سود میگیم منظور همون رانته، حاصل از فعالیت‌های اقتصادی رو از آن خودشون کرد و سهم بقیه مردم هر روز کمتر میشه. ما در معیارهای جهانی یه چیزی داریم به نام ضریب جینی که به عنوان یکی از معیارهای نابرابری در توزیع درآمد تعریف میشه. در اقتصاد ایران
این ضریب جینی در حال افزایشه. این افزایش یعنی چی؟ یعنی یه شکافی وجود داره بین فقیر و غنی. ولی موضوع اینه که الان دیگه شکاف نیست. یعنی اصلا کیلومترها دیگه فاصله گرفتن از هم دیگه. برخی بررسی ها نشون میده که بالاترین میزان این ضریب در اقتصاد ایران در سال 1350 تجربه شده. اما حالا پس از تجربه کاهش قابل توجه این ضریب جینی مخصوصا در سال 1380 دوباره نشانهایی از این اوج وجود داره. از منظر رده‌بندی کشورها در نابرابری اقتصادی، اقتصاد ایران با توجه به آمارهایی که خودشون در حکومت و دولت میده در یک گروه متوسط قرار گرفته. ولی همه مردم میدونن که ما در انتهای جدول وجود داریم و کشورهای مثل آفریقای جنوبی، نامبیا از ایران بالاتره و کشورهای مثل سورینام یا زامبیا و جمهوری آفریقای مرکزی از ایران شرایط بدتری دارن. این در حالیه که بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در خصوص هزینه درآمد برای خانوارهای کشور ایران در سال 1398 و 1399 14 شکاف میان فقیر و غنی بوده که این شکاف با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت و زمانی که حکومت و مسئولین در مقام جوابگویی میرسن سریعا عامل تحریم رو دلیل وجود این نابرابری میدونن. ولی واقعیت اینه که این اصل ماجرا نیست. همه ما میدونیم. شواهد دیگری هم هستن که نشون میدن نیروی کار در ایران، منظورم اون قشر محترم کارگران، این افراد سهم بسیار اندکی از اقتصاد ایران دارن. یعنی هیچ وقت در هیچ زمانی اندازه‌ای که تلاش میکنن کار میکنن اون دریافتی رو ندارن. شاخص سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به نسبت پایینه و این معنیش میشه چی؟ معنیش میشه این که بخش بزرگی از سود حاصل از کسب و کارها به جیب کارفرمایان، صاحبان سرمایه، که حالا این کارفرمایان و صاحبان سرمایه به کی وصلن؟ به دولت. پس نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه که سهم کارگران در واقع بسیار پایینه. حالا قبل از اینکه به سراغ اعداد و ارقام بریم اصلا باید ببینیم چه شاخصهایی وجود داره برای نابرابری اقتصادی. ببینید شاخص سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در واقع نشون میده که چه کسری که از اندازه این کیک اقتصاد، یعنی ارزش پولی تمام تولیدات کالاها تمامشون خدمات در یک اقتصاد کامل به جیب نیروی کار میره. ببینید برای اینکه این موضوع حالا من ساده ترش بکنم، مثلا شما توی فروشگاه کار میکنین که 10 نفر کارمند و مثلا ماهی 2 میلیارد کالا میفروشن. کارفرما، سرمایه گذار و صاحب سرمایه در پایان ما به کارمنداش حقوق میده، اجاره ملک رو میپردازه، هزینه آب و برق و گاز رو میده و احیانا چیزی هم برای مالیات پرداخت میکنه. خب حالا فرض کنید از اون 2 میلیارد حدود 200 میلیون به عنوان سود ماهانه به جیب کارفرما میره. اگر کارفرما به هر کارمندش ماهانه 5 میلیون تومان حقوق داده باشه، مجموعاً 50 میلیون سهم نیروی کار از تمام گردش مالی این فروشگاه است. یعنی کمتر از 2.5%. به عبارت ساده کارفرما 4 برابر بیشتر از اون نیروی کاری که داره تلاش میکنه، داره وقت میذاره، درآمد داره کسب میکنه از کاری که کسی دیگه داره انجام میده.
حالا آمارها هم با هم مرور میکنیم و برآورد یه سایت هایی هستن مثل وورد اندی نشون میده که در سال 2017 بیش از بحران اقتصادی در ایران، منظورمون قبل از اینکه کرونا بیاد، سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی یا همون شاخصی که در بالا به اون حالا اشاره کردیم حدود 36% بوده و این شاخص بسیار نگران کننده است. چرا نگران کننده میشه؟ چون این داده های آماری پاسخ روشنی به ما میدن از اینکه سود حاصل از سرمایه بالاتر از سهم نیروی کاره. یعنی صاحبان سرمایه سال به سال ثروتمندتر میشن ولی نیروی کار تا یه دو سه سال اول درجا داره میزنه و بعدش در حال سقوط. در این میان اتفاقات دیگری هم میتونه بیفته، مثل خروج سرمایه یا افزایش پایه مالیاتی که برای سادگی مطلب، حالا ما از این موضوعات میگذاریم چون ما رو دور میکنه از موضوع نابرابری اقتصادی. این نگرانی اصلی اینه که اقتصادها در این حالت که ایران دچارش هست در یک رکودی میرن در حالت بسیار کند و نیروی کار نمیتونه به اندازه‌ای که نیاز هست کالا تولید کنه و بعد اون کالا رو بخره، اون کالا رو مصرف کنه و حتی متقاضی اون کالا بشه. و این تازه نگرانی اقتصادهای توسعه یافته است. برای اقتصادی مثل ایران نگران کننده ترین موضوع اینه که ثروتمندانی که مالیات نمیدن بخشید ثروتمندایی که تو ایران هستن مالیات نمیدن و بعد از چند وقت اون ثروتشون رو تبدیل به ارز میکنن و بعد از ایران خارج میشن. داده های تکان دهنده تر هم این موضوع ها وجود داره و دست به دست میشه. همین چند روز پیش در یه برنامه تلویزیون هم گفتن که حدود 40 میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز فوری و آنی کمک اقتصادی دارن. از این سمت دیگه متاسفانه چند هفته پیش هم گزارش رسمی از سوی وزارت رفاه منتشر شد که نشون میده حدود 1/3 ایرانی ها زیر خط فقر مطلق هم. یعنی به طور خلاصه بخوام خدمتون بگم 28 میلیون ایرانی در شرایطی زندگی میکنن که شهروندان کشورهای مثل کنگو، بوتسوانوا یا آنگولا با این شرایط مواجه هستن. سپاسگزارم از شما جناب آقای گستان جان. درود بر شما جناب افشارزاده. ممنون از مطالبی که ارائه دادین. واه، خدا میدونه که تمام این قوانین، حالا چه قوانین از نظر بین المللی حسابشون میکنیم و چه حالا قانون اساسی، همه نوشته های قشنگن ولی متاسفانه حالا ما به خود ایران رو کنیم یا همه جای دنیا کارشکنی زیاده و شکی توش نیست، ولی حالا ما کشور خودمون سر کار داریم. اینکه بیشترین چوبی که ما میخوریم از پرورمش با ناآگاهی خودمونه. اصلا این سند 23 یا اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون هایی که اومدن در رابطه با هر موضوعی چیزهای خیلی خوبی هستند. ممکنه جای سوء استفاده هم بعضا توش باشه، چون ما اونی که برنامه رو می نویسه، من حالا اینجوری میگم همیشه وقتی آدم به نوشته یا سندی نگاه میکنه خوبه نیمه پر لیوان ببینه. ما فکر میکنیم که همه این نوشته ها موضوعات خوب هست و اون قسمتی که اگه میشه ازش سوء استفاده کردم من نادیده میگیرم. ولی متاسفم از این که خیلی خیلی نمیخواستم بگم چند درصد، ولی خیلی از هموطنان ما حتی قانون اساسی خودمون رو هم نمیدونن و فکر میکنن که حالا من خودم میگم، من الان یه فرد ساده هستم تو کشور دارم کار میکنم، با قانونم کار ندارم که اصلا من نه کارم به دادگاه پاسگاه میفته نه کار به هیچی،
فلان که هیچ اتفاق خاصی برای نیفتاده، پس احتیاج هم نداره من قانون رو بدونم. هر وقت یه زمانی به قانون احتیاج هم، خب بالاخره وکیل هست. در صورتی که اینجوری نیست، همه من یه موضوعی رو یادآوری کنم. یه دوستی رو چند بودن 10-15 سال پیش به پست من خورد در ترکیه، که ایشون ایرانی بود که در نروژ زندگی میکرد. امتیازاتی رو به دست آورده، حالا چون وقت نیست نمیخوام همش رو بگم، امتیازاتی رو به دست آورده بود از دونستن و مطالعه قانون اون کشور در نروژ از وقتی رفته بود دانشجویی، که حتی خود افرادی که نروژی بودن اون قانون مثلا اطلاع نداشتن. همه جا همین این هست، ولی میگه زرنگ اونه که از فرصت ها به وقتش استفاده کنه. شاید حالا میگم نمیخوام از درصد استفاده کنم، شاید بیش از خیلی از افراد ایرانی اصلا سند 23 رو اصلا نرفتن دنبالش ببینن اصلا این چی گفته، که اصلا به دردمون میخورد یا نمیخورد، که حالا مثلا مقامات کشور میگن که نه اصلا این چیز خیلی این یک بهش میگن سندیه که غرب ارائه داده تا ما رو زیر سلطه خودش ببره. هیچ کس این زحمت رو به خودش نداد که حتی برمون 17 تا بند رو 17 تا ماده رو بخونه، برگشت هم نه ببین اصلا چی گفتن. خیلی ها نگه که هیچ کس خیلی ها نخونه. بنابراین الان خیلی خوشحالم از این وضعیتی که کشورمون داره، از این بابت که مردم یه مقدار به خودشون این همت رو دادن که از اون چیزی که به عنوان حق حالا بهش باور دارن دفاع کنن و بخوانش. از این یه لحاظ واقعا من خوشحالم. ناراحت هستم از وقایعی که داره میفته، ولی خب این وقایع اجتناب ناپذیره. تو هر دوره‌ای، حالا چه کشور ما چه تو هر کشور دیگه، وقتی قرار یه دیگرگونی اتفاق بیفته، قرار احقاق حقی بشه، دنبال عدالت بشه، خب بعضن یه اتفاقات ناگوار رو باش همراه هست. ولی همچنان فکر میکنم که اگر با یک دید باز و نه کورکورانه، میگم منظور حالا من فقط کشور خودم دارم، هموطنه خودم، همینجور که الان پیش رفتن با یه آگاهی بیشتری، اونایی که همچنان به بقیه هموطنان اون که معترضان نپیوستن، حالا به هر علتی نمیدونم، شاید بعضا ترس باشه، حالا نمیگم همه از ندانستنه، این دیگه وقایعی که در ایران رخ داده طی این 40 سال یه چیزی نمونده که کسی ندونه، این فشارا به همه قشری اومده. ولی حالا ما میگیم بعضا شاید اونایی که هنوز پا به میدون نذاشتن، شاید از یه بابت هایی هنوز میترسن، ولی خب در هر صورت آگاه بودن از اصل مطلب از ناآگاهی بهتره، ولی اینکه آدم بهش دسترسی نداشته باشه. من بدونم چه حقوقی دارم، ولی اینکه بهش دسترسی نداشته خیلی بهتره از اینکه اصلا ندونم چه حقوقی دارم. ندونستن یک مرگ مدام العمره. این از نظر من. دوستان عزیز، اگر کسی مطلبی رو داره که با ما به اشتراک بذاره، من در خدمت شما هستم. عزیزان بودن تا 3-4-5 دقیقه، هر کسی وقت داره که در هر رابطه‌ای که در رابطه با سخنرانان صحبت میشه اظهار نظر کنه یا چیزی رو اشتراک بذاره. اگر عزیزان کسی مطلبی داره دست بلند کنن، در غیر این صورت سخنان جناب مهدی انصاری نژاد رو گوش بدیم که در رابطه با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه هستش. خب جناب انصاری نژاد، ما در خدمت شما هستیم. صحبت شما هستیم، اظهارا دوستان صحبت ندارم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان گرامی و تشکر از شما عوامل تهیه کننده این برنامه و همچنین سخنرانان عزیز قبلی. موضوع سخنرانی امروز من روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است با محوریت سرکوب دانشجویان در ایران. ابتدا مختصری در خصوص این روز توضیح میدم و بعد میپردازیم به مسائل کلانی که دولت جمهوری اسلامی در جهت سرکوب دانشجویان در طی بیش از 4 دهه انجام داده، به صورت کلی و نه به صورت ریز و جزئی، چون دوستان زحمت میکشن و اونقدر مسائل و مشکلات و جنایتی رو که در ایران داره انجام میشه به صورت ریز بیان میکنن
که الان دیگه وقت و فرصتی نیست که ما بخوام به ریز به اونها بپردازیم. من یه مقدار میخوام کلی صحبت کنم در این قضیه. روز جهانی علم در خدمت سر و توسعه در واقع مستظر هستید که سازمان جهانی یونسکو در سال 1999 میلادی در بوداپست مجارستان در همین ماهی که در داخلش هستیم، یعنی نوامبر، روز 10 نوامبر رو به عنوان روز جهانی علم در خدمت توسعه نامگذاری میکنه. این نامگذاری هرچند در واقع ارج گذاردن به علم و فناوری علمی و بانیان علم خونده میشه، اما در این حال تلاشی بود در راستای ایجاد پیوند میان فناوری های علمی و بانیان علم و در این حال برای بهبود کیفیت زندگی عمومی و کاهش و مهار تهدیدهای اقلیمی و ناشی از تولید و فناوری و تکنولوژی مستظر هستید. بالاخره علم میتونه دو رو داشته باشه، هم میتونه برای ما خوب باشه که هست و فناوری های و تکنولوژی فناوری های گسترده رو در طی سالهای اخیر برای رفاه نوع بشر به وجود آورده، و هم اینکه بعضی اوقات اگر در جهت درستش استفاده نشه میتونه لطماتی رو به ما چه در زمینه‌های زیست محیطی، فعالیت‌های زیست محیطی و همچنین در جوامع بشری به وجود بیاره. به هر حال این روز در حقیقت هرچند یک عنوان کلیه، اما این عنوان کلی روز جهانی علم در خدمت سر و توسعه در بر دارنده یک اهداف و برنامه‌های جزئی‌تری هم هست که کشورها و نهادهای علمی باید تلاش کنن تا به اون دست پیدا کنن. در واقع منظور این هست که تمام افراد جامعه بتونن از ثمرات علم و فناوری و نوآوری استفاده کنن و یک زمینه مناسبی فراهم بشه برای دانش پژوهان در کشورهای مختلف با مهارت‌ها و مشاغل علمی و ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم و فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، ایجاد تمهیدات لازم برای بازدید از اماکن علمی، و در واقع به طور کلی میتونیم بگیم که ایجاد تعامل بین علم، صلح و توسعه که بسیار بسیار در جهان امروز مهم هست و ما لطمات ناشی از عدم این تعادل رو میتونیم الان، همین الان، امروز و در کشور خودمون مشاهده بکنیم. به هر حال معرفی بعضی از موقعیت‌های نو که موجب ارتقای کیفیت عمومی بشر میشه باعث میشه که بشر زندگی بهتری رو داشته باشه. در واقع برای رفع مشکلات و نیازهای مردم در این روز سعی شده که دولت‌ها با اجتماعات مدنی و از طریق استفاده از نظرات دانشمندان بتونن به مفهوم صلح که از اصلی ترین مفاهیم زندگی امروزه هست و همچنین توسعه دست پیدا کنن. در نگرش نوین یونسکو در حقیقت اهتمام بر این هست که صلح تنها به معنای نبود جنگ میان دولت‌ها نیست، همونجوری که ما امروز داریم می‌بینیم متأسفانه، چون رویکرد این سخنرانی هم سرکوب دانشجویان هست. خیلی از کشورهای دنیا میتونن در ظاهر جنگی نداشته باشن، اما جنگ فقط یه جنگ فیزیکی کلاسیکی یا چریکی نیست. همونجوری که ما الان در کشورمون متأسفانه در حال جنگ هم با دولت داخلیمون هستیم و هم با بسیاری از موانع خارجی که این دولت رو به رسمیت می‌شناسن و هنوز که هنوزه در مقابل جنایات و فجایعی که داره انجام میشه هیچ اقدامی انجام ندادن، سکوت کردن و یا بعضا اقدامات بسیار بسیار محافظه‌کارانه‌ای دارن انجام میدن. در حقیقت فلسفه به وجود اومدن این روز اینه که مشکلات حل و فصل بشه، یعنی حل و فصل اختلافات و ایجاد هماهنگی در روابط میان بخش‌های مختلف یک جامعه وجود داشته باشه. به هر حال بدیهیه که جوامعی که از روش‌های علمی سود می‌گیرن میتونن منظری مشترک برای نگاه به جهان پیدا کنن و تاکید خودشون رو به جای اختلاف ها بر اشتراک ها متمرکز کنن، تا اینکه شاید از این میان صلحی هم سر در بیاره. یک مثال ساده اگه من بخوام بزنم برای دوستان ارجمند اینه که جمله معروف آلبرت اینشتین هست که میگه اگر من میدونستم آمریکا میخواست از فرمول بمب اتمی که من و فیزیکدانان دیگه در اختیار دولت آمریکا در واقع فرمول رو ما کشف کردیم، گفت اگه من میدونستم با دست تکون دادنم، یعنی منظورش از انگشت تکون دادن اختیار به دولت آمریکا بود در خصوص فناوری که کشور آلمان داشت به اون برای دستیابی به بمب هسته‌ای پیدا میکرد، در واقع اختیار رو داد به دولت آمریکا. گفت اگه من میدونستم که انگشتم و انگشت نشون دادن من به روزولت واسه فرود آمدن بمب اتم بر سر مردم بیگناه میشه، هرگز این کار رو انجام ندادم. اینجاست که
اهمیت علم در خدمت صلح و توسعه نمود پیدا میکنه. بسیاری از کشورهای دنیا این روز رو در تقویم رسمی خودشون قرار دادن. جمهوری اسلامی هم متاسفانه این روز رو در تقویم رسمی خودش گنجونده و در ادامه به این مسئله خواهیم پرداخت. کسی که اعتقاد داره به این که علم و دانش باید در خدمت صلح و توسعه باشه، در این روزها به نماد دانشپژوهان و عالمان کشورش که همانا دانش آموزان مدارس و دانشگاه ها هستند چه رفتارهایی رو داره انجام میده. در واقع یونسکو تاکید داشت از سال 1999 که کشورها تا یک برنامه بلند مدت 10 ساله به یک سری از اهداف دست پیدا کنند و کشورها رو تشویق میکرد و سالانه هر سال رو به یک نامی نامگذاری میکرد که جزئیاتش از حوصله و وقت این سخنرانی خارج است. اما معتقد بود و به درستی هم معتقد بود که آنچه که گرامی داشت این روز رو مهم جلوه میداد این بود که علم در جامعه در حقیقت باید در خدمت عموم مردم قرار بگیره، یعنی عموم گسترده تری از مردم در مباحث و پیشرفت های علمی باید شرکت داشته باشن. امروز علم بیش از پیش با زندگی مردم عجین شده، همینجوری که شما تو صحبت های قبلیتون در ادامه صحبت های افشارزاده فرمودید به جناب گلستانجوی عزیز، ما باید طالب علم و دانش باشیم، باید آگاه باشیم. وقتی که یک جامعه آگاه باشه، حکومت مستبدانه به جامعه آگاه سخت میشه. دولت هم خوب میدونه که کجا رو مورد هدف قرار بده. حالا در ادامه ما توضیح خواهیم داد. در حقیقت این روز به این لحاظ مهمه که معتقده که علم و دانش باید از لایه‌های بالای جامعه به لایه‌های پایین‌تر جامعه تسرب پیدا کنه. از طریق همایش ها، انجمن های علمی، از طریق رسانه ها، رادیو تلویزیون، شبکه های اجتماعی و همونجور که ما امروز میبینیم محتویات علمی دیگه امروز فقط در کتاب ها وجود نداره، بلکه ما از منابع و ریفرنس های مختلفی میتونیم استفاده کنیم برای انتقال علم از لایه های بالا به لایه های پایین تر جامعه. به هر حال با ذکر این نکته که در واقع یونسکو تأکید میکنه، سازمان ملل تأکید میکنه که کشورها باید چه به لحاظ سخت افزاری و چه به لحاظ نرم افزاری تمامی امکانات رو برای تحصیل علم از ابتدا تا پایان دوره‌های عالی برای مردم خودشون فراهم بکنن و اینکه در بحث ترویج و توسعه پایدار و صلح پایدار مبانی و سیلابس های درسی رو در دانشگاه ها و مدارس خودشون بگنجونن. جالب این بود که و تأسف برانگیز که در سال 1370 علی خامنه ای عنوان میکنه که از 2.5 میلیون دانشجوی ما 2 میلیون دانشجو دانشجوی علوم انسانی هستند. علوم انسانی که الان در دانشگاه ها داره تدریس میشه، علوم انسانی هست که از تفکرات غربی نشأت گرفته و از سال 1370 سعی شد که حتی متون کتاب‌های دانشگاهی در زمینه علوم انسانی رو که از فلاسفه بزرگ دنیا چه شرقی چه غربی گرفته شده بود تغییر بدن و اون رو مطابق با شریعت و تفکرات ایدئولوژیکی خودشون برنامه ریزی کنند، که خب به هر حال تا اندازه این کار رو انجام دادن. نکته دیگه که اینجا حائز اهمیت هست اینه که من به بحث کلان قضیه میپردازم، به علت ضیق وقت میدونم خب نمیتونم به تمام مطالب بپردازم. با ذکر این مقدمه در خصوص اهمیت بودن علم در خدمت صلح و توسعه، با ذکر این مقدمه میپردازیم به عملکرد و تاکتیک دولت جمهوری اسلامی در قبال دانشجویان، دانش آموزان، اصحاب علم، اصحاب پژوهش، به ویژه با رویکرد به اعتراضات اخیر 1401 در کشور عزیزمون ایران. خب مستظر هستید، در واقع سرکوب وحشیانه دانشجویان ما در این دولت فقط محدود به سرکوب اخیر دانشجویان در اعتراضات 401 نیست و این دولت در این امر مسبوق به سابقه است. دوستان خیلی ها به یاد دارن که در واقع در سال 1378 در واقع کوی دانشگاه به دنبال توقیف روزنامه سلام در دانشگاه تهران در روزی که موسوم شد به واقعه کوی دانشگاه چه جنایاتی در اون روی داد.
در واقع دانشگاه تبدیل به محلی شده بود شبیه به محلی که مورد اصابت بمب، راکت یا گلوله قرار گرفته، یا محلی که یک دوربین فیلمبرداری داره از یک کشور جنگ زده فیلمبرداری میکنه. دانشجویانی که از توی پنجره اتاقاشون به پایین پرتاب شدن، شکنجه شدن، کتک خوردن و متاسفانه در اون واقعه سال 78 بر اساس آماری که اون موقع داده شد 7 نفر از دانشجویان کشته شدن و هنوز که هنوز از سرنوشت تعدادی از این دانشجویان هیچ خبری در دست نیست. بعد از این حملات بود که با فشار نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشری، فعالان مدنی و مردم و دانشجویان، به هر حال دولت و مجلس فرمایشی و فیلتریزه خود نظام در پاسخ به هر حال اذهان عمومی مردم، این قانون رو در 30 مرداد 1379 تصویب کرد. قانون منع ورود نیروهای مسلح به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تصویب شد. بر اساس این طرح ورود نیروهای مسلح هم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای انجام مأموریت‌های امنیتی، هم نگهداری سلاح و دستگیری افراد در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کلن ممنوع شد. جالب اینه که اسمی از مدارس برده نشده بود، چون که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد که دولت جمهوری اسلامی یک روز با نیروهای امنیتیش و اسلحه گرم حتی وارد مدارس ما بشه. چه اینکه اگر این امر اتفاق می‌افتاد، باید به دنبال این تصویب این قانون به غیر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مدارس رو هم عنوان می‌کردن. و من هیچ بعید نمی‌دونم اگر این دولت مستبد بخواد به این کار خودش ادامه بده، شاید شاهد ورودش به کودکستان‌ها هم باش، که امیدوارم هیچ وقت اون روز رو نبینیم. اما بعد از تصویب این قانون، ما شاهد این بودیم که این دولت باز هم قانون تصویب شده در مجلس فرمایشی خودش رو هم باز هم زیر پا گذاشت و در سال 1388 هم باز هم شاهد هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی و کشتار دانشجویان بود. متاسفانه بی تفاوت به قانونی که خود دولت تصویب کرده بود، و اینجا ما میتونیم متوجه باشیم که با دولتی سر کار داریم ایدئولوژیک که حتی به مجلس فرمایشی خودش هم پایبند نیست. جای تأسف هست و شاید هیچ جای گفتار دیگه برای ما باقی نمونه جز تأسف. و تأسف برانگیزتر این که بعد از حادثه کوی دانشگاه و کشته شدن دانشجویان و زندانی شدن، شکنجه تعداد بیشتری از دانشجویان، رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد و کامران دانشجو، مهندس تقلب در انتخاباتش علیه دانشجویان اعلام جرم میکنند و دانشجویان از طرف دادگاه های جمهوری اسلامی به علت نشر اکاذیب، تهمت، افترا محکوم میشن و به زندان. حال چه میتوان گفت که دانشجویی که فقط معترض بوده بهش شلیک شده، کشته شده، شکنجه شده، محکوم هم میشه، به زندان هم میفته. اینها رو از این جهت خدمتتون عرض کردم که سابقه این دولت در سرکوب مردم و بالاخص حالا موضوع ما که دانشجویان هست، مسبوق به سابقه است و این در حقیقت یک امر جدیدی نیست. اما وقایعی که اتفاق افتاد در دانشگاه ما در 1401، من میدونم که فرصت کم دارم و همین دلیل سعی میکنم یه سری مطالب و فاکتور بگیرم و خیلی سریع نتیجه رو خدمتون عرض کنم. در 1401 ما شاهد فجایعی بسیار بسیار تأسف برانگیز بودیم که دوستان ما در همین برنامه، همین جلسه و جلسات قبلی و از طریق رسانه ها به تک تک اون پرداختن. من فقط کلیت اون رو خدمتون عرض میکنم که در اعتراضات قبلی اگر اون دو جنبش دانشجویی بزرگ در سال 77 و در سال 88 به خاطر سرکوب مطبوعات، کوی دانشگاه به خاطر سرکوب مطبوعات و حادثه 88 به خاطر رأی منکو بود، اما اعتراضات دانشجویی 1401 پا رو فراتر گذاشت. دیگه شعارها نه جنبه اصلاحی داشت نه جنبه اعتراضی. به صورت ساختار شکنانه خواهان پایان حکومت دیکتاتوری بودن. الان باید درود بفرستیم به شرف بیش از 140 دانشگاه در سراسر کشور. بیش از 140 دانشگاه در سراسر کشور که روز به روز داره به این آمار اضافه میشه و ما باید بگیم الان یا الان.
یعنی این گزارشی که من داشتم خودم تهیه می‌کردم، هر روز تهیه می‌کردم، می‌دیدم روز بعد تعداد بیشتری از دانشگاه دارن به جنبش می‌پیوندن، و اینکه در این جنبش شعارها دیگه ساختار شکنانه بود. از خصوصیت‌های دیگر جنبش دانشجوی 401 این هست که با اینکه نمی‌خوام متهم به ناسیونالیست بودن بشم، چون من خودم استان فارسی هستم، اما درود به شرف 4 قشر من میفرستم در استان هامون، آذربایجانی های عزیز، سیستانی ها و کورد های عزیز، و در کلیت قضیه به احترام، با احترام به تمام مردم ایران از دانشگاه هامون که چراغ این انقلاب رو از روز اول تا الان روشن نگه داشتن. روزی نیست که ما شاهد اعتراض نباشیم. اما از جزئیات عبور میکنم و فقط به ذکر چند نکته بسنده میکنم در خصوص جنایاتی که داره انجام میشه در دانشگاه های ما، که در دانشگاه صنعتی شریف بود که ما چیزهایی رو دیدیم که متاسفانه شاید از قبل هیچ وقت ندیده بودیم، و اون این که وقتی که نیروهای امنیتی لباس شخصی با اسلحه گرم وارد دانشگاه میشن و به شلیک گلوله ساچمه ای و همچنین ضرب و شتم با باتوم و انواع وسایل دیگه به صورت وحشیانه ادامه میدن، نیروهای حراست دانشگاه در رو به روی مردم، به روی دانشجوهایی که قصد داشتن با کارت شناسایی وارد بشن میبندن. میگم من میخوام کلی صحبت کنم، و اونجا رو تبدیل میکنن به هر حال یک قتلگاهی برای شکنجه این دانشجویان متاسفانه، که همونجور مستظر هستید حتی نتونستن از پارکینگ فرار کنن و تقاضای کمک از مردم میکنن و مردم هستن که به خیابان‌های اطراف دانشگاه میرن. ما شاهد یک پدیده جدید به نام دانشجو ربایی بودیم از سوی این حکومت، که جنایاتش اونقدر جدید هست، اونقدر بدعت داره در جنایت جدید، که روز به روز جنایت جدید رو اون دانشجوی دانشگاه جندی شاپور اهواز رو ما شاهد بودیم که به صورت وحشیانه و داشتن روی زمین میکشیدن و از اون دانشگاه خارجش میکردن. من عذرخواهی میکنم، چقدر دیگه زمان دارم جناب آقای گلستانجو؟ بفرمایید. 10 دقیقه دیگه وقت بود. اوکی. به هر حال اعتراضات بیش از در 140 دانشگاه در ایران شاهد تجمع و تظاهرات دانشجویان بودیم، و به ویژه دانشجویانی که در شهرهای کردنشین اعتصاب داشتن و تظاهرات معترضان در خیابان‌های تهران هم به خشونت کشیده شد. در خصوص دانشگاه شریف صحبت کردم، اما برونداد این قضیه چه بود؟ خشونت نیروهای امنیتی متاسفانه با دانشجویان ما تا حدی افزایش داشت، که بالاخره کشورهایی که هیچ وقت حامی کشور ایران نبودن و همیشه داشتن به صورت مماشاتگونه با کشور جمهوری اسلامی ایران برخورد می‌کردن، هم اونها هم زبان به اعتراض گشودن، مثل در حقیقت کشور فرانسه و کشور انگلستان. همچنین وزیر امور خارجه آلمان خواستار توقف در حقیقت وحشیانه این دانشجویان شد در ایران. جالب این بود که مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا ضمن احضار کاردان ایران، از گزارش‌های مبنی بر شلیک تیر مستقیم به دانشجویان معترض و همچنین در دانشگاه شریف ابراز نگرانی کرد، و همچنین دولت فرانسه از خشونت علیه معترضان در ایران به ویژه در دانشگاه شریف در روزهای آخر هفته هم از دولت جمهوری اسلامی توضیح خواسته بود. به هر حال روز 10 مهر حالا به عنوان یک روز نمادین که هنوز هم ادامه داره، لکه ننگی بود برای حاکمیت در دانشگاه صنعتی شریف. و اما مطالب زیاد هست، من باز هم فاکتور میگیرم چون باید اون وقت رو هم در نظر بگیرم، اینی که تأسف میخوریم که بعد از این همه واقعه و جنایتی که در حق این دانشجویان در کشور ما انجام شد، نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که مسئولین و مسئولین دانشگاه ها و مسئولین نقاط قضایی کشور ما، یک سریشون که این اداره رو کز دونستن، مثل آقای علی شمسی‌پور سخنگوی وزارت علوم، مدعی میشه که اصلا در دانشگاه صنعتی شریف اتفاقی رخ نداده. من نمیدونم دیگه اونها با چه تصاویری رو ببینن، چه فکت‌ها رو ببینن، ولی خب این تناقض‌گویی خیلی سریع میاد و خودشون رو زیر سوال میبره، جایی که مالک شریعت نماینده تهران روز بعدش عنوان میکنه که اعتراضات به برخی از جریانات خارجی ربط داره.
و این تناقض‌گویی‌ها نشانه سردرگمی دولت جمهوری اسلامی بود در برخورد با دانشجویان. گذشته از تهدیدهای مسئولین و مدیران حراست دانشگاه در خصوص جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه، تعلیق دانشجویان، محرومیت از تحصیل، همچنین احکام صادر از طرف مسئولین مربوطه رژی هم تأسف برانگیزه. جایی که 150 دانشجوی دانشگاه از زهرا که اکثرا خوابگاهی هستن رو تعلیق میکنه و فقط به اونا 72 ساعت فرصت ترک خوابگاه میده و با این کار عملا اونا رو از یک ترم حذف میکنه، چون که معادل 4 جلسه غیبت معادل حذف ترم در دانشگاه است. کماکان این روندها ادامه داره. میگم فاکتور میگیرم، در چند روز اخیر ورود دانشجویان به کتابخانه ورود نیروهای امنیتی به کتابخانه جندی شاپور دانشگاه شیراز و همچنین بیخبری از احوال چندین دانشجو از جمله سارینا صادقی دانشجوی گرافیک دانشگاه تهران، نیلوفر میرزایی و سحر رضایی دانشجوی ترم 7 دانشگاه علامه که از افاقین عزیز کشور است و حتی مبتلا به بیماری قلبی است. من اگه بخوام یه جمع‌بندی رو انجام بدم اینه که میتونم بگم که هیچ کدام از این اقدامات نه تنها که هیچ خللی در روحیه دانشجویان عزیز ما به وجود نیاورد، بلکه دینامیک و رفتارهای دینامیک و جانبرکفانه دانشجویان چه با تحسن چه با تحریم کلاس‌ها، اعتراضات دانشجویی حتی به لایه‌های پایین‌تر یعنی مدارس هم راه پیدا کرد که متأسفانه توی مدارس هم ما شاهد فجایع بسیار زیادی بودیم، از جمله میتونیم به قتل اسرا در اردبیل اشاره کنیم و اینکه در جمع‌بندی کلی موارد یاد شده تنها قطره ای از دریای خشونت اوریان هیئت حاکمه فعلی ایران علیه دانشجویان بوده. قریب 3 ماه از این سرکوب‌های وحشیانه میگذره و ترس حاکمیت از این جنبش در حوزه‌های دانشگاه بی‌دلیل نیست. دیکتاتور خوب میدونه که مصرع دوم شعار زن زندگی آزادی یعنی مرد میهن آبادی رو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ساختن. خوب میدونه که دانشگاه های کردستان و سیستان بلوچستان و آذربایجان با شعارهای خود نه تنها مخالف تجزیه بلکه راوی اتحاد مردم این سرزمینن. خوب میدونه که موتور محرکه توقف ناپذیر دانشجویان و دانشپژوهان ما در این سرزمین با قوای حق طلبی عموم مردم ایران آمیخته و تبدیل به سلاحی مرگبار علیه دیکتاتوری و تمامیت خواهی دیکتاتورها شده. جنبش اعتراضی دانشجویی به واسطه قرابت با اسلاف خیش یعنی دانش آموزان به مدارس نیست راه یافت و همین خشونت های اوریان به طرزی بسیار وحشیانه و وقیحانه سینه دانش آموزان این سرزمین رو هم فرا گرفت. به راستی قلم در نگارش این جنایات علیه دانش آموزان و دانشجویان کودک ناتوان است و توانایی حکومت ستمگر ایران بر این اعمال توانا. آری، این از توجیه فلسفه جمهوری اسلامی از قرار دادن علم در خدمت صلح و توسعه که بزرگداشت آن را در تقویم رسمی خود گنجانده. و در پایان اینکه برونداد تفکر دوگماتیسم ملاها، رفتن نخبه ها به زندان، مهاجرت عاملان فساد به ممالک مرفه، استفاده از آمبولانس برای سرکوبگر و استفاده از وانت برای جسد، تیراندازی و جنگ در مدرسه و دانشگاه و توزیع غذا و دارو و پول و حقوق در جبهه‌های جنگ خارجی تروریستی، به عبارت ساده‌تر تبدیل دانشگاه به زندان و زندان به دانشگاه، تشویق قاتل و تنبیه آزادی‌خواه. اما چند دهه نوشتن سطوری از تاریخ با جوهر خون آزادی‌خواهان به زودی پایان خواهد یافت و بعد از گذر از صلح سفید پرچم کشورمان ایران به دشت سبز آزادی خواهد رسید. خیلی ممنونم که وقت رو در اختیارم. سپاس فراوان جناب انصاری رضا عزیز، ممنون بابت مطلبی که ارائه دادین. نمیدونم اصلا امروز نمیدونم یه قسمتی از این نشست شورای حقوق بشر رو ببینم. فکرم در جلسه بود که همه کشورها حداقل از اون چی که تونستن ببینن یا بشنون یا حتی یا اونچه که در کشورهای خارجی ایرانی‌های مقیم اون کشور باعثش شدن پی به این موضوع بردن که حالا نمیتونن 100% بفهمن، ولی شاید بگیم حتی 20% 30% فهمیدن. هیچ من که یادم نمیاد جایی هم نخوندم که طول تاریخ یه همچین اتفاقی در سر دنیا
مردم یک کشوری که ساکن کشورهای مختلف هستن یه همچین تاریخی رو بسازن. یا ما که تو این سال هاست به این کشور زندگی داریم میگیم که تو کشور ما یه همچین اتفاقاتی داره میفته، همه دنیا دیگه اینو فهمیدن. در نهایت وقاحت نماینده سخنگوی جمهوری اسلامی زده زیر همه این حرفا هم میگفتش که همه اینا جانبداری بی خودی کشورهای غربی از اغتشاشگران در ایران. خیلی متاسفم از این که نمیتونستم من، یعنی نبودم، یا شاید اگر امکانش برای کسایی بوده که تو اونجا بودن روبروی این خانم فقط یک کلام حرف بزنه، بگید کجای دنیا شما یه نمونه برای من مثال بیا که نیروی نظامی بیاد توی مدرسه، نمیگیم کتک زده، تفتیش کنه، ناسزا بگه به دانش آموز. اصلا دیگه برگشت هم اصلا در نظر نمیگیریم، دانشگاه رو کار نداریم، دبیرستان هم کار نداریم، من میگم مدرسه. کجای دنیا تو این سوال داره؟ یکی اینو ببرن یه دونه نمونه مثال بدن ما بگیم حرف شما صحیح. کل دنیا به نخبگانشون افتخار میکنه و هر اون چی لازم هست رو در اختیارشون میذارن تا نبوغ خودشون رو بیشتر ارائه بدن. من یه نمونهش رو خودم به عینه سراغ دارم که در سال، اگر اشتباه نکنم، سال 82 دو نفر بودن که به من مراجعه کردن برای اینکه، حالا نمیدونم کی منو معرفی کرده بهشون که فکر کرده بودن من میتونم تامین سرمایه کنم برای یک اکتشاف یک ماشین رزمی فوق‌العاده که طرحشون رو بودن برای دادن. گفتن که ما به سازمان مربوطه مراجعه کردیم برای ارائه طرحمون، گفتن که این طرح به هیچ کجا که ارائه ندین هیچی اصلا در نظرش صحبت نکنید و اینا بینامونشون میدید که اونجا که عرب نهیم. خب به طب چون اونجا نتونستن به سب برسنن اختراعشون رو اومده در سراغ منابع خصوصی. خیلی هاشون رو که میدونم که اصلا از ایران مجبور شدن برن توی کشور دیگه، حالا واسه طرحهای مختلف طرحشون رو تو کشورهای مختلف ارائه دادن و الان بهره برداریشو دارن اون کشورها انجام میدن. تمام دنیا به علم احترام میذارن، این مسئولین کشور ما میبینیم فقط فکر کنم به علم خودشون احترام میذارن، یعنی حالا معلومات دینیشون در واقع علمی که ندارن. و این واقعا جای تأسفه. من خیلی خیلی وارد جزئیات نمیشم چون اصلا امکان حرف زدن نیست، یعنی فقط باید یه جوری ریشیکن کرد این موضوع رو، ولی خب امیدوارم که در آینده امکانش برامون باشه. ممنون از شما جناب انصاری نژاد در رابطه با صحبتی که فرمودین. دوستان عزیز اگر صحبت خاصی دارن که به اشتراک بذارن من در خدمت شما هستم که وقت بدیم باشون تبادل نظر داشته باشیم. در غیر این صورت بریم در ادامه با بحث آزاد در رابطه با اعتراض و اعتصابات کارگری. دوستان که صحبتی نداره بسیار. از اونجایی که توی صحبتام گفتم همیشه هم این رو اعلام میکنم که بزرگترین ضربه‌ای که ما میخوریم از ناآگاهیه. قبل از اینکه در رابطه با اعتصابات کارگری صحبت بکنیم، من چند تا از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصولی که در قانون اساسی اومده و در ارتباط با این وضعیت هست رو خدمت دوستان ارائه میدم و بعد در ادامه می‌پردازیم به اعتصاباتی که انجام شد. در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که هر کسی حق داره و حق برگزیدن آزادانه کار رو با شرایط عادلانه و ارضا کننده داره. حق داره که در مقابل بیکاری حمایت بشه. هر کسی حق داره در مقابل کار مساوی بدون هیچ گونه رعایت امتیاز حق دستمزد مساوی بشه. هر کسی در مقابل این موضوع حق داره که دستمزدی رو منصفانه دریافت بکنه و برای خودش و خانوادهش معیشتی رو فراهم کنه که شایسته اون هست.
و هر کسی حق داره برای پشتیبانی از منافع خودش با دیگران تشکیل سندیکا بده و عضو اون سندیکا بشه. هر کسی حق داره در ماده 24 عنوان شده که هر کسی حق استراحت و استفاده از ایام فراغت داره. از جمله حق داره ساعت کارش به طور معقول محدود باشه و از مرخصی با دریافت حقوق استفاده کنه. ماده 25 اعلام کرده هر کسی حق داره از سطح یک زندگانی برخوردار باشه که سلامت، رفاه اون فرد و خانوادهش رو از جمله خوراکش، لباسش، مسکنش و رسیدگی‌های پزشکی اون رو تأمین کنه. همینطور حق داره از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری، بیماری، درماندگی، بیوگی و پیری یا سایر موارد حمایت بشه. و در ادامه در اصل سوم قانون اساسی موضوعی مطرح شده در بند 12 که گفته که دولت موظفه که پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه رو داشته باشه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه، البته طبق ضوابط اسلامی. در اصل 26 اعلام کرده که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادن، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنند. هر کسی رو نمیتوان از شرکت در این انجمن ها منع کرد یا به شرکت اونها مجبور شد. در اصل 27 گفته که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشه آزاد. اصل 28 هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد رو برگزینه. دولت موظفه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی رو برای احراز مشاغل ایجاد کنه. در اصل 29 گفته که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظفه طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق رو برای تک تک افراد کشور تأمین کنه. خب اینا بخشی از مواردی بود که در قانون اساسی ما اومده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت‌ها رو موظف کرده که انجامش بده. ولی متأسفانه طی این 43 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذره، حالا از اون چند سال اولش که حالا مردم درگیر جنگ بودن بگذریم، به مراتب ما شاهد این نبودیم که روز به روز بگیم وضعیت بهتر شده. خب حالا چند سال اول درگیر جنگ بودن، بعد ممکنه یک دو سال هم بگیم حالا به خاطر پسماندگی از جنگ، بازم باز میشه گفت موضوع قابل توجیهه، ولی عملا دیگه باید به فرض مثلا از سال 65 به این طرف، 65-66 به این طرف فکر کنم یه مدار اوضاع سر و سامون پیدا کرده از نظر جنگ و اینا، دیگه باید فکر اینو بکنیم که دولت طوری برنامه ریزی کنه که روز به روز وضعیت بهتر بشه. ولی متاسفانه شاهد این نبودیم که وضعیت رو بتونیم بگیم رو به پیشرفت بوده و مردم یواش یواش از اون دلهوره هایی که در جنگ و سالهای بعد از جنگ داشتن بیرون اومدن، دارن به زندگی نرمالی میرسن و روز به روز امکانات بهتر میشه، پیشرفت جلوشون هست و مردم به آرامش رسیدن، به آسایش رسیدن. اینا رو که شاهد نبودیم،
متأسفانه برعکسش رو هم شاهد شدیم. من خودم در بخشی که فعالیت می‌کردم، وقتی وارد اون بخش شدم، من کارمند بانک بودم، بانک ملی ایران. یک ماه به ما دوره آموزشی دادن که اصلا ببینید به ما معرفی کنید که بانک چیه و حالا که وارد شدیم می‌خوایم کجا کار کنیم. مسئولی رو داشتیم در اون قسمت، مسئول اداره آموزش بود. ایشون از من فکر می‌کنم اپلیکیشن چون سنش تقریباً شاید چند سال بعد بازنشسته شد، فکر می‌کنم اون توضیحاتی میداد مربوط می‌شد به زمان قبل از انقلاب، چون عملاً از سال دومی که من وارد بانک شدم هیچ چیزی شباهت با تعریفایی که ایشون می‌کرد رو اصلا شاهد نبودم. هر کم و خب حالا یک دو چند سال اول رو به عنوان تازه کار می‌گفتیم، خب حالا ما با محیط آشنا نشدیم و خبر نداریم. بهتر عنوان کرده بودن که این ایشون عنوان میکرد که شما میتونید یه سری دوره ها رو بانک ارائه میده، اون دوره ها رو بگذارونید که در پیشرفت کارتون موثره. میتونید چه مثلا چه کارهایی رو راهنمایی میکرد در واقع چه کارهایی رو بکنید میتونید پیشرفت بکنید. و من میخوام بگم خودم به خودم چنان رویا پردازی میکردم که واو، اگر این آقا که اینجوری میگه، چون خیلی صادقانه حرف میزنه، اگر این کارا رو با این شیوه پیش ببرم، من بکنم 10 سال بعد، حالا اگه مدیر عامل نباشم، من یکی از مدیران کارآمد بانک میتونم بشم. خب با این رویا پیش رفتم و هر آنچه که لازم بود برای کار بدونم تا سال سوم حتی از رئیس قسمتم بهتر بود. بهتر میدونم که ایشون تجربه داشت، ولی خب حالا میگیم که خب تجربه همه کاری رو همه نداشتن دیگه، ولی حالا ما چون بخش‌های مختلف رو دوره‌هاش می‌دیدیم دیگه از همه قسمت‌ها اطلاع داشتیم. ولی شاهد این بودم که مجموعه بانک افرادی رو می‌خواد که اصلا سر از هیچی در نیارن، فقط بله قربان چشم قربان هر چی میگید شما درست میگین، فقط اینا رو می‌خواستن. هر وقت موضوعی پیش می اومد صحبتی می کردیم یه جوری ترد می شدیم. حالا من خودم کار به جایی که بچه ما گل سنجید اومد بیکاری یک سر به سر این نمیدیم بینش کنیم زنیم هر کاری میخوام بکنم من کار داره اشتباه پیش میره. می گفتن که واقع عدس من تو که کار بر نمیاد. راست می گفتن عدس من تو، من تو شعبه مرکزی بودم با 370 نفر پرسنل و خیلی اندک بودن به پست من که اصلا نخوردن به اون سالا که بتونن جرأت اینو داشته باشن که حرف بزنن. به معنی که حرف میزدی روبرو میشدی با عقیدتی سیاسی و حراست و عملا به طب حالا چون تازه وارد بودیم با عنوان سال اول و دوم عملا حرفمون خریدار نبود. این تو بخش دولتیه که من شاهد زنده شم داده شما. بخش های خصوصی که الان دیگه همه شما عزیزان در جریانی، بعضا کارگران با قراردادهای بی سرنوشت مشغول به کار میشن، عملا فقط به صرف اینکه کاری رو داشته باشن، از بس که بیکاری زیاده، از بس که دولت ناکار آمده و اشتغال زایی وجود نداره، هر کسی ولو با مدارک عالیه برای داشتن یک کار مجبور شده طی این سالها تن به هر کاری بده. بانوانمون با یه شرایط بدتر و عملا هیچ منبعی برای دفاع از حقوق اون فرد، حالا چه زن چه مرد، وجود نداره. نمونهش حالا به بیمه من اشاره کنم. بیمه بیکاری خدا به دادت برسه اگر بیکار میشدی میخواستی به دنبال بیمه بیکاری بگردی، اینقدر میوردن که اصلا دیگه به دنبال یه فکر کار دیگه باشی، ول کنم این بیکاری رو. اینقدر که من وقت میذارم برم دادگاه و پاسگاه و برگردم بیام که من بیمه بیکاری رو بگیرم تا بعد بگیرم، بهتر برم دنبال یه کار بگردم. وضعیت به این منوال بود الان که دیگه هیچ. ولی خب خدا رو شکر میکنم که بالاخره
هموطنانمون حالا بگم جرأت این رو پیدا کردن و آگاه شدن که باید از حقوقشون دفاع کنند و این البته مستلزم تمام فشارها بود و اگه نگه فشارها به این حد نبود شاید حالا همچنان مردم به این حد پیش نمی رفتن. ولی خب خدا رو شکر می‌کنم که باز هم هرچند که تاوان سنگین رو داریم میدیم ولی خب باز هم مردم توان این رو پیدا کردن که بلند شن و دیگه زیر بار این ظلم و ستمی که 43 سال این دولت و این حکومت برای ما و ارمغان آورده دیگه نرن و حق و حقوق خودشون رو بطلبن. خب صف اولم کارگران هستن، گفتم که بخاطر وضعیت اسفباری که از اول قشر کارگر داشته به طب صفحه اول این وضعیت هم باید همین افراد می‌داشتن که خب خوشبختانه با همراهی و همدیدی همدیگه تمام اقشار جامعه با هم یک صدا شدن و خدا رو شکر که دارن راه رو به درستی پیش میرن و امیدوارم که به موفقیت عالی هم دست پیدا کنن. دوستان عزیزان اگر کسی صحبتی داره خوشحال میشم که مشارکتش رو کنیم و صحبتهای شما عزیزانم بشنویم. اگر کسی صحبت داره دستش رو بلند کنن من مایک رو برشون آزاد کنم. بله جناب آقای سلطانی خوش آمدید. جناب سلطانی به تازگی ما به جمع ما پیوستین، خیلی خوشحالم از اینکه شما در کنارم داریم. مایک براتون آزاده، بفرمایید. از این منظورم به تازگی برای اینکه به تازگی به نمایندگی شرق آسیا تشریف بردید. مایک براتون آزاده، خودتون میتونید مایکتون آزاد کنید. بله عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و بله من تازه وارد کانون شدم و افتخار آشنایی با شما رو دارم و خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون همکاری داشته باشم. اولا جا داره که یه تسلیتی بگم به تمام خانواده‌های داغدار، اونایی که عزیزانشون رو از دست دادن و واقعا شرایط خیلی سختی رو دارن الان طی میکنن. من در ادامه مطالب شما جناب آقای گلستانجو در رابطه با حقوق کارگر بخوام بگم، چون من خودم یکی از افرادی هستم که تو این جامعه دارم کار میکنم و آشنایی تقریبی نسبی دارم در رابطه با حقوق کارگر و دارم باش دست و پنجه نرم میکنم. اینکه کارگر هیچ گونه حق و حقوقی براش قائل نیستن. از زمانی که دولت اومد و اون خصوصی سازی رو اجرا کرد، عملا دست رانتخارا و فساد رو باز کرد توی بحث حقوق کارگر. توی شرکتی که مثلا شرکت های دولتی رو دارم عرض میکنم، دو دست کارگر داریم، یکی قرارداد به اصطلاح دائم و یکی قرارداد موقت. حالا دو تا کارگر همزمان با هم یه کار دارن انجام میدن، حالا یه مدرک هم دارن، اونی که قرارداد دائم داره حقوق نجومی میگیره و قرارداد موقت با حداقل حقوق داره کار میکنه، حالا به مراتب با ساعت کار بالاتر هم. و اینکه وقتی خیلی از کارگران ما آشنایی با حقوق خودشونو دارن ولی همونطور که شما اشاره کردین وای به روزی که شما گذرتون بخوره به اداره کار و بخوای حقتو مطالبه بکنی، اینقدر میبرن و میارن، اینقدر اذیتت میکنن که میگه آقا دیگه کافیه دیگه، من نمیخوام، همون حداقل حقوقی که میگیرم حداقل یه چیزی تو دستم باشه برای امرار معاش زن و بچه‌ام، دیگه خودمو به درد سر نندازم. من تو چند سال جلوتر یه
دوستانه برام پیش اومد سر کار، و اینکه به صورت اون شرکت باید درآمد میداد از طریق بیمه، اینقدر منو بردن اووردن توی دادگاه برو بیا، بعد از 3 سال هیچ نتیجه من نگرفتم و عملا پرونده رو من رها کردم. و اینکه شرکت‌های خصوصی تمام حق کارگر دارن میگیرن، حالا میدن اون بالا دستیا و سوء استفاده‌های خودشونو از کارگر همه جوره دارن. حالا باز یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیته اینکه ما داریم الان 6 ماه 7 ماه 8 ماه کارگرامون حقوق نگرفتن، و حالا دیگه خودتون میدونید تو چه شرایطی مثلا با این وضعیت بعد از 8 ماه اون هم یه مساعده کوچولو میدن. حالا اعتراض هم بکنیم به قول فرمایش شما سرکار میفته با حراست، با اطلاعات و و و نهادهای امنیتی. و اینکه من ممنونم که ما که در اختیارم گذاشتیم و خیلی خوشحالم که به خدمتتون هستم. سپاسگزارم جناب سلطانی، ممنون از اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتین. خوش آمدید جناب شفایی عزیز، درود بر شما، خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. بله جناب انصاری نژاد، مایک براتون آزاده، صدای شما رو میشنویم. سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما و دوستان گرامی. بله، در خصوص کارگران اگه بخوام صحبت کنیم در ایران، متاسفانه اون هم یک فاجعه دیگری هست که سالهای سال هست که داره لطمه میزنه به این قشر زحمتکش توی کشور ما. من یکی دو تا مثال بزنم و یه توضیح کوچیک رو هم خدمتتون بدم. اول اینکه بحث کارفرما که شما فرمودید که خب حالا قوانین و بیشتر درآمدها، بالغ درآمدها به جیب کارفرما میره. اول ما یه تعریفی از کارفرما داشته باشیم و ببینیم که تو این دولت واقعا چه اتفاقی افتاد برای یک قشری به نام کارفرما. ببینید زمانی که این دولت اعلام کرد که میخواد بخش خصوصی رو بر اساس اصل 44 واگذار کنه، بخش دولتی رو بر اساس اصل 44 واگذار کنه به بخش خصوصی، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که بخش دولتی بر اساس اصل 44 واگذار شد به سپاه. یک نمونه کوچک رو خدمتتون عرض میکنم. گفتن بانک ها میخوان خصوصی بشن، خب اومدن سهام بانک ملت و سهام بانک تجارت رو واگذار کردن. کل سهام این دو تا بانک که البته بر اساس قوانین اون زمان 80% باید به فروش میرفت و 20% کماکان دولتی باقی موند، در عرض 6 دقیقه فروش رفت. در عرض 6 دقیقه کدوم از مردم این سهامو خریدن؟ یعنی این که فقط شاید 1000 سهام رو مردم خریدن، بقیه رو در عرض 6 دقیقه سپاه خرید. این حربه ای بود که با اون با بهانه واگذاری به بخش خصوصی، سپاه کلیه مراکز عمده درآمد کشور از جمله پست، بانک ها، صنعت نفت و پتروشیمی و گاز رو زیر پوشش خودش در آورد. این دیگه از حرامه شمس و همه میدونن. اگر نه، کارفرماها در تمام دنیا انسانهای قابل احترامی هستند. به چه دلیل؟ اگر ما کارفرما رو صحیح تعریف کنیم و کارفرما رو اونجوری که توی قوانین اساسی کشورها توصیف شده تعریف کنیم، قابل احترامن. چرا قابل احترامن؟ مثال میزنم خدمت شما. یه فردی مثلا بیل گیتس میاد هزاران خانواده رو جذب بازار کار میکنه و از اون طرف با درآمدی که داره به اندازه 25,000 آمریکایی میاد به دولت مالیات میده و دولت از همون مالیات استفاده میکنه برای شهرسازی، برای معلولین، برای کودکان، برای مدارس. یعنی این کارفرما اینقدر قدرت داشته که هم به دولت منفعت رسونده، هم به مردم منفعت رسونده. یعنی هم داره مالیات بیشتری میده با نبوغ خودش، هم این که داره به دولت، هم این که داره به مردم خدمت میکنه، هم این که داره برای دولت اشتغال زایی میکنه. ما اینقدر در خصوص کارفرما تو کشورمون خود دولت با برنامه ریزی قبلش بد صحبت کرد که تمام جنایت خودش رو در خصوص کارگران به گردن کارفرما بیندازه و ازشون یه هیولا بسازه. مگه میشه همچی چیزی در تمام دنیا؟ ببینید دنیا بر اساس 2 قشر میچرخه. نخبه ها ایده میدن، سرمایه گذاران سرمایه گذاری میکنن. سرمایه گذاران قابل احترام هستن، سرمایه گذاران همون کارفرماها هستن.
دولت جمهوری اسلامی عملاً اومده تمام این تقصیرها رو توی رسانه‌های عمومی خودش، توی تلویزیون خودش به گردن کارفرما و کارگر رو یک قشر جدید ضعیف توصیف میکنه، در حالی که کارفرمای اون کارگرها خود دولته، خود سپاهه. مثال میزنم براتون، کارگر داره حق بیمه میده، دفترچه بیمه هاشون رو همین دو سال پیش بردن بیمارستان، بیمارستان‌های کشور دفترچه بیمار تامین اجتماعی کارگر رو قبول نکردن. چرا؟ چون سازمان تامین اجتماعی پول بیمارستانا رو نداده بود. چرا؟ چون اختلاس شده بود تو تامین اجتماعی. هر جوری شما فکرشو کنی یه جور برمیگرده به اون مرکز قدرت. این فسادا هر جوری شما فکر میکنید یه جور برمیگرده به مرکز قدرت. عادت این دولت اینه که مردم رو روبروی هم قرار میده، کارفرما رو در مقابل کارگر قرار میده، زن رو در مقابل مرد قرار میده، دین باوران رو در مقابل حالا دین ناباوران قرار میده و اینجوری داره حکومت میکنه. حالا من بحث رو دیگه ادامه بحث رو میسپارم دوستان انجام بدن، اگه فرصتی شد مجدد در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم. سپاس از شما جناب انصاری. بله دقیقاً همینطوریه. این شیوه اصلا شگرد دولت جمهوری اسلامیه که تفرقه بندازه و حکومت بکنه. همچنان که تمام دنیا به عنوان دشمن جمهوری اسلامی از طرف حکومت عنوان میشن، این داستان کارفرما و کارگر یا هر تمام مطلبی که یه جوری پاش به فساد باز شده و باعث بانیش دولت هست رو هم به همین ترتیب به بازی در میارن و همچنان به یه اصطلاح ساده بگم همه رو دنبال نخودسی ها میفرسن که کسی اصلا دنبال این نباشه که بره اصل مطلب منبع فساد کجاست. ممنون از شما. بانو محمدی، بله مایک براتون آزاده، صحبت شما هم میشه. درود، خسته نباشید به همه. من فقط می‌خواستم یک جمله کوتاه بگم. وقتی حق برای مردم قابل احترام نباشه، به نظر من هیچ، همه چیز میلنگه. این چیزیه که هیچ کدوم از کارگرها توی ایران به نظر من هیچ حقی رو ندارن متاسفانه. چرا؟ چون این حق رو متاسفانه دولت برای مردم نمیشناسه. من یادم یک گزارش رو فکر میکنم گزارش بود از زمان قدیم من نگاه میکردم، وقتی یه سوالی رو از شاه پرسیدن و ایشون فرمودن که گفتن که چرا خونه های کارگری داری میسازین؟ گفت من خونه های کارگری در نزدیک به شرکت ها و کارخانه ها میسازم به خاطر اینکه کارگری که خسته از سر کار میاد اذیت نشه و بتونه راحت بره استراحتشو بکنه، این زمان استراحتشو به خوبی ازش استفاده کنه. و وقتی الان داریم ببینیم فرق از عرش به فرشه و واقعا احساس میکنی که چقدر بی احترامی شده به تمام کارگرایی که توی ایران دارن کار میکنن و زحمت میکشن. واقعا یک کارگر از جون دل داره زحمت میکشه ولی واقعا داره قشر فقیر کشور رو داره به عنوان قشر فقیر داره زندگی میکنه. در صورت که و به نظر من وقتی که مهره درسته همه شرکت ها درسته که میتونن، اما وقتی براحت، وقتی خود قانون، وقتی خود رهبر، یک رهبر یک کشوری از قانون هایی که خودش امضا کرده درست پیروی نمی کنه، واقعا نمیدونم چه انتظاری از کسای دیگه دارد. ما ریشه این درخت ضعیفه به نظر من و تا زمانی که این ریشه این درخت رو درست نتونیم تعمیرش کنیم یا درستش کنیم نمیشه. این به نظر من باید از ریش و بنه این سازماندهی بشه و امیدوارم که هرچه زودتر همه این تلاش های مردم به این نه خیلی دور بلکه به این زودی ها ثمر بشینه. مرسی از اینکه گوش دادید. شما بانو محمدی عزیز، ممنون از صحبتتون. اصطلاحی داریم میگه خانه از پایوست ویران است.
این اصطلاحی که به این دولت یا این حکومت ما میخوره. خیلی از صحبتهایی که این دولت ارائه داده، یعنی عوامل دولت ارائه دادن، خودش نقص زد و نقیزه. از بابت کارگران، خود همین آقایونی که ادعای علم پیامبری میکنن، یه هم چیزی بشون بگیم، اینا گفتن که امام علی گفته که کارگر قبل از اینکه عرقش خوش بشه باید حقش پرداخت بشه. خب ما اصلا کار به درست و غلط هیچ دین و هیچ فرهنگ و هیچی هم نداریم. یه مطلبی رو شما ارائه کردین خودتون، بیاین با هم به اشتراک بذاریم. شما گفتین اینجوری، خب حالا اون موقع منظور شاید اون موقع کارگرای روزمزد بوده، ما الان میگیم ما ماهیانه است دیگه، حالا کارگر روزمزد مثلا به نادید میگیم، میگه اونا اون که حقش مثلا پرداخت میشه، به اصطلاح داره پرداخت میشه، ولی به صورت عمده حقوق ماهانه باید پرداخت بشه یا نه؟ شما بر حسب گفته خودتون میگیم پرداخت کنیم. چجوریه که حتی کارمندان دادگستری میان از حقوقشون اعتراض میکنن؟ چه بخشی رو شما میتونی مثال بزنی که شما نقصی توش ندارین؟ با تمام ادعایی که از دیانتتون میشه، بخش بخش این جامعه، این روند دولت جای اعتراض داره. تو خود همین بخش، تو همین سازمانی که من کار میکردم، من از خودم مثال میزنم، اینکه خب شاید زنده هم. وقتی اعتراض میشد به بعضی از مواردی که در رابطه با حقوق افراد بود، بخشای مختلف، جوابی که به من دادن، گفتن که از بالا به ما گفتن این کارو بکنید. اصلا معنی نداشت این موضوع ها، چون عملا از بالا گفتن، حداقل در بخشای دولتی پای حقوق مشخص، اضافه کاری مشخص، اصلا هر چی، تمام بخشای یک آیتم حقوق مشخصه، چیزی نیست که بگیم نامشخص توش هست، میشه توش دخل تصرف. دخل تصرف فقط در یه بخشی که مثلا یه ساعت اضافه کاری بگیم، آقا مثلا ساعت اضافه کاری گلستان جو مثلا میشه 30 ساعت در ما، بگیم 5 ساعت میده، اینا میتونی اضافه بکنی، و اینا در بقیه موارد همه چیش مشخص. با این وجود اون رئیس مربوطه خلاف میکنه، و وقتی که به بچه ها من میگوستم، مثلا اونها رو که اعتراض میکردن، میگم خب چرا نمیرین اعتراض کنین، چرا به خودش نمیگیم؟ میگم بابا گلیس رو اگه اینو بگیم، همین هم که الان دارم میدن به ما نمیدن. تازه اینا که بهتون میگم، اینا کارمنده یا کارگر که نبودن، همه کارمنده رسمی هنها، نه که بگین قرار دادی یا شکلهای دید مختلف، همه رسمی، همه بالای 10 سال سابقه. با این وجود میترسیدن حرف بزنن. چرا؟ چون به فرض حالا مثلا اگه گلیس رو 30 ساعت اضافه کاری بعد میدن، 10 ساعت میدن. ای بابا، بعد بهانه چی بود؟ که از بالا به ما گفتن به این ترتیب شما مثلا اضافه کاری ها رو ارائه بدید. خب این یه بخش، این یه سازمان مهم توی همه سازمان هایی که من میتونم بگم، از شکنه که بیان بیرون، بانک ملی فکرم از همه سلامت‌تر باشه. وقتی توی همچین سازمانی خود مسئول بالا رتبهش میگه که از بالا ما گفتن، ولی اینکه دروغ باشه، شما باید میگه مش نمونه خلوار است، شما دیگه برو تو تر، دیگه جای بحث نداره. اصلا میگه من پیگیر نیستم که نگاه کنم تو فلان اداره چه فسادی هست، تو فلان مؤسسه چه جوریه، هر کی چه جوری راحت، مثلا دنبال وقت ندارم دنبال اینا برم. من از همین مثال کوچیک به شما میگم، شما بیاین به من ثابت کنین یعنی چی که از بالا به من گفتن به فرض مثلا به گلستان جو به جای 30 ساعت 10 ساعت اضافه کنین. چجوری میتونین توجیه بدین، توجیه کنین اینو؟ مگر اینکه به قول شما خانه از پایبست ویران باشه. از بالا همه اینجوری تربیت میشن که حق پایینیا رو چنان حق این جماعت رو ازشون بگیرین که راه نفس نداشته باشه. ما ایرانی ها آدم های آزاده ای هستیم، اگر راه نفسی داشته باشیم، اجازه این که هر کسی بخواد از ما کولی بگیره رو نمیدیم. اینو دنیا میدونه، نه فقط این حکومت.
برای همین جوری برنامه ریزی کردن که شما راه نفست هم نداشته باشی، یعنی انقدر درگیر باشی، انقدر دنبال کار بودی، انقدر دنبال اون 2000 حقوقی که میخوایی به دست بیاری تا به زور اون امرار معاشت انجام بدی بودی، که دیگه فکر نکنی که مثلا مهدی هاشمی که الان داره میره زندان چه کار کرده و الان تو زندان داره چه برای خودش کیف میکنه یا بقیه شون. چرا هرچی دوزدن همه میرن تو ردای بالا؟ به این فکر نکن. چطوریه که وقت انتخابات هرچی دوزده میشونن، هرچی دوزد و جنایتکار میشونن جلوس تو تلویزیون، همه هرانچی کردن رو رو میکنن ولی باز دوباره انتخاب میشن؟ چرا هر رئیس جمهوری بعد از بعد از 8 دوره ریاست جمهوری با تمام با تمام خرابکاریاش بعد از ریاست جمهوری که میره کنار میره توی مقام بالاتری قرار میگیره؟ اگر شما راه نفس داشته باشی اینا رو پیگیری میکنی، بس اونا هم میدونن باید چیکار کنن. خیلی حرف زدم، وای که چقدر آدم دل درد میگیره دست این عمل کرد و از این وضعیتی که داریم. دوستان عزیز اگر کسی صحبتی داره من در خدمت شما هستم. میشنم استادتون. میدونم که این بحث اینقدر دردآوره که هر تیکهیشو بخوایم ارائه بدیم واقعا به جز اینکه به دردامون اضافه میکنیم چیز دیگه نیست. فقط امیدوارم که این اتفاقاتی که افتاده هر چه زودتر به بهترین شکلش به نتیجه مثبت برسه که دیگه واقعا جای درد برامون نمونده. بله بانوان ولیزاده عزیز بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. بانوان ولیزاده بفرمایید. خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادین. خواستم به این اشاره کنم که اگر شغلی در ایران هم باقی بمونه برای من و امثال من و جوان ایرانی نیستش، برای آقازاده ها و بچه هایی که به قول معروف بچه های آدم های حکومتی و آدم های قدرتمند هستن، این مشاغل برای اینجور افرادی هستش و نمیشه گفت که جوانای مملکت ما فکر به داشتن یک شغل عادی بکنن، چرا که اصلا هیچ امیدی به این ندارن که یک شغلی باشه و به سر کار برن و بتونن یک زندگی عادی رو داشته باشن. جناب آقای گلستانجو، این حکومت تمام کشور ما رو از بین برده، تمام کشور ما رو فروخته و جوانایی که تیزهوش بودن و با این که به حقوق خودشون آشنا بودن باعث شده که این جوانان از کشور خودشون فرار بکنن و به جای این که بشینن توی کشور خودشون رو آباد کنن مجبور به فرار هستن. این کشور، این حکومت جوونا و افرادایی که عاقل باشن رو نمیخواد. یه سری افراد نادان مثل همین کسی که الان سر کار هستن، مردم رو با چوب و با توم و از این چیزا مردم رو میزنن و براشون مردم هیچ معنی نداره. اینجور امثال اینجور افرادی رو نیاز دارن و به سر کار میبرن. ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادیم. متشکرم بانو ولیزاده. بله همینطوره، عرض کردم خدمتتون که این حکومت افرادی رو میخواد که فقط بگن بله اکشانوی درسته، بقیه کسی که بخوان اعلام وجود بکنن عملا اینا نمیخوان. چون اگر یه همچین افرادی وجود داشت، یعنی وجود که دارن، فرصت بهشون داده بشه که صداشون رو بالا بکنن، عملا دیگه جایی برای اینا نمیمونه. خب دوستان عزیز، آیا کسی صحبت دیگه در این رابطه داره؟ بله آقای موسوی، من صحبت شما رو شنیدم که پیامتون رو دیدم. همینطور که شما فرمایین انقدر
درد زیاده که دیگه واقعا هر چی آدم باز میکنه فقط دوباره درد خودش رو تشدید میکنه. بله جناب انصاری فرد، صدای شما رو میشنیم، بفرمایید. سلام عرض ادب مجدد خدمت شما. من صحبتی رو شنیدم داله بر این که فکر میکنم کلیگویی اگه نکنیم بهتر باشه، که خدای نکرده توهینی به هموطنانمون در داخل از کشور هم نشه. خب ما نمیتونیم بگیم که دولت یه سری افراد بله قربانگو میخواد و اونایی که فقط بله قربانگو هن میرن سر کار، نه. خب بسیاری از افراد در جامعه ما هستن که بالاخره هر 80 میلیون نفر توی ایران که نمیتونن مملکتشون رو ترک کنن برن، یه سریشون دوست ندارن، یه سریشون توانایی اینو ندارن، یه سریشون محدودیت‌های خانوادگی و نسبی دارن. ببینید وقتی که شما مجبور میشی قرارداد کاری یک ماهه ببندی، الان قرارداد کاری تو ایران شده یک ماهه بعضیاش، یعنی طرف از ماه دیگهش خبر نداره. خب طرف مادر مریض داره، پدر مریض داره، متأهله. ببینید تمام افراد جامعه ایران که افراد اندیشمند و نخبه‌ای نیستن، که جامعه تشکیل شده از تمامی افرادی، حالا عام افرادی که همه محترم هستن، از کارگر، از کارمند، از نخبه، و اینها به دلایل مختلف مجبور هستن امرار معاش بکنن و بعض وقتها مجبور هستن که توی سیستم ایران کار کنن. این نیست که هر کسی توی سیستم ایران کار میکنه بله قربانگو باشه و هر کسی که از ایران داره میره فقط نخبه باشه. ببینید شرایط به نحو پیشرفته، متاسفانه شرایط به نحو پیشرفته که در کشور ما، ببینید ما 40% جامعهمون افراد کم برخوردار تشکیل میده. ببینید قبل از سال 57 درصد جمعیت روستایی ایران بیش از جمعیت شهریش بود. الان هم متاسفانه با مهاجرت هایی که صورت گرفت، به چه دلیل مهاجرت صورت گرفت؟ به این دلیل مهاجرت ها صورت گرفت که توی روستاها هم امکانات بحث کشاورزی و دامپروری و خیلی از صنایع دستی وجود نداشت. یعنی اونها هم از بین رفت، اونها هم محروم واقع شدن و مجبور شدن به شهرها مهاجرت کنن. شهرها هم گنجایش و اشتغالزایی که باید درش انجام بشه وجود نداشت. خب اونهایی هم که مهاجرت کرده بودن که توان اینو ندارن که دیگه به خارج از کشور مهاجرت کنن. پس اینها مجبور هستن به قراردادهای کاری بعضن یک ماه، شش ماه یا یک ساله تن در بودن. این وظیفه دولت هست که توی ایران شرایطی رو فراهم کنه که اینها بتونن امرار معاش کنن. و نتیجه آخر این که ما یک احترامی هم قائل باشیم برای تمامی افرادی که در ایران متاسفانه مجبور هستند با این شرایط کار کنند، و امیدوار باشیم که شرایطشون بهتر بشه. خیلی ممنونم از شما. ممنونم جناب انصاری داد، ولی فکر کنم یه سوء تفاهم پیش اومد. صحبت این که گفتیم که همه، من منظورم این بود که دولت افرادی رو میخواد که بله قربانگو باشن. همونطور که شما گفتیم ما اقشار مختلفی رو داریم. خب کارگر که خب تکلیفش با خودشه، اون که هیچ. شما اگر یه فرد تحصیل کرده بودی و همچنان فرصت به شما نمیدن و شما مجبوری کار پیش پا افتاده انجام بدی، فکر میکنید چرا اینطوریه؟ برای اینکه نمیخوان شما بیایی بالا. قطعاً نمونه واردش همین انتخاباتی که من به شما عرض کردم. چرا همه شرکت میکنن ولی یه تعداد خاصی میان بالا؟ برای اینکه قرار نیست بیان بالا، قرار نیست شما بیای رئیس جمهور بشی، قرار نبوده اصلا، قرار یه تعداد خاصی باشن در رأس، نه در همه بخشا. بله کارمند زیاد لازم نیست همه کارمند از ایران بلنشن برن بیرون، ما صحبت از این نداشتیم. منظور از این که افراد برای قربانگو رو میخوان کسایی که متحد به جمهوری اسلامی باشن در رده های بالا، نه در رده های پایین. رده پایین که دیگه کارمند و کارگر و قشر معمولی که اصلا دیگه هیچی، اونا که اصلا اونو صحبت سر اون نداریم، صحبت سر تمام افراد نابغه داریم که در ایران هستن و این فرصت رو ندارن که از هوششون استفاده کنن، چون قرار نیست که این کار اتفاق بیفته. دولت این رو تو برنامه خودش نداره. اینی که عرض کردم یا خانم ولیزاده هم صحبتش رو کردن، گفتن که حالا من خودم بگم، گفتیم که افراد بله قربانگو رو میخوان، موضوع صحبت ما رو به این بخش از جامعه بود. بله بانو ولیزاده صحبت شما رو میشه.
ممنونم شما جدا در اختیار من قراره. جناب گلستان دوست عزیزم که من صحبت کردن، به نظر من تو این شرایط الان که حتی بچه 8 سالم که آگاهی این رو داره که در مقابل یه سری که چیزایی که حقوقش هست بیاد به خیابان اعتراض کنه، آدمی که به این سن رسیده باشه که بتونه بره سر کار و کار بکنه و شاغل بشه و خانواده‌اش رو حمایت بکنه، بره سر کار و این که حق و حقوق یک فرد رو بخورن در زمانی که داره کار انجام میده، واقعا خیلی تأسف‌باره. چرا که اون فرد میدونه که چه چیزی حقوقشه، چه حقوق بشری داره و حقش رو بخورن واقعا خیلی خنده‌دار به نظر میاد. و اینکه مرد اینجور افرادی باشند به نظر من نمیدونم چه چیزی در مورد اینجور چیزی باید گفت. ممنونم مارک رو در اختیارم داریم. پردن آیش برد، ممنون از شما که نظراتتون رو ارائه دید. بله، فقط میگم من امیدوارم که هر آنچه که بر مردم کشور عزیزمون میگذره در سریع‌ترین وقت ممکنش به نتیجه مطلوب برسه و در ادامه جامعه‌ای رو داشته باشیم آگاه از هر آنچه که براش میگذره و هر آنچه که باید به اون در واقع دست بیاره. در غیر این صورت اصلا فرق نمیکنه حکومت جمهوری اسلامی بره یکی دیگه بیاد، همچنان باید کولی بدیم، باید این رو در نظر بگیریم. ماهایی که با عنوان فعال حقوق بشر داریم فعالیت میکنیم محدود به یه زمان خاصی نمیشیم. قطعا این حکومت هم اگر بره با امید خدا، هر حکومت دیگه‌ای که بیاد، باید ما به وظیفه‌مون عمل کنیم تا همه از حقوق خودشون آگاه باشن، نه کورکورانه به صرف اینکه حالا عادت کردیم دیگه. روزگار جوریه که من حالا اگر سرپرست خانواده نیستم، برای خود شخص خودم هم بخواشم باید برم سر کار رو برم سر کار یه حقوقی در بیارم زندگی کنم. نه، این اینو بهش زندگی نمیگن، این گذران زندگی، زنده موندنه، گذرانه. اصلا زندگی اصلا میگه زندگی که نمیشه شوید، گذران زندگی، گذران زنده موندن. باید به این وظیفه خودمون ادامه بدیم و فرهنگ سازی کنیم آگاهی رو در تمامی بخش ها، که همچنان همگی، همه افراد جامعه آگاه باشن از همه حقوقشون، تا هیچ حکومت یا هیچ دولتی نتونه از ما حالا بگیم این کولی بگیره یا نقض حقوقمون رو اجرا کنه. بله جناب انترین جان، صحبت داریم، ما صدای شما رو میشنیم. مایک براتون آزاده جناب انترین. خیلی متشکرم از شما که مجدداً وقت در اختیار من گذاشتید. من اصلا صحبت خانم ولیزاده رو متوجه نشدم، میشه شما توضیحشو بدید برای من که باز متوجه بشم؟ بخشی که همین الان صحبت کردن. بله بله بله، یعنی گوش دادم ولی متوجه نشدم منظورشونو. خانم ولیزاده میخواین خودتون صحبتتون دوباره بگین یا من جای شما صحبت کنم؟ اگر مایلین من مایک رو براتون باز کنم. خواستم اون رو بگم که ایشون گفتن که اصلا درست نیست. صدای من رو داریم جناب گلستان جون؟ بله بله بفرمایید. خواستم این رو بگم که ایشون میگن که مجبورن که مردم به سر کار برن و مجبور هستن تون وضعیت بمونن. به نظر من اینجور افرادی باید دست از کار بکشن به عنوان شهروند به اون حقوقی که ازشون گرفته شده
اعتراض بکنم، مثل خیلی از آدمایی که الان دارن توی خیابونا که مجبورن دارن کار میکنن، نمیدونم مجبورن که، چون که نگاه کنیم خیلی از اقشار جامعه مثل هنرمندا، مثل ورزشکارا در حال حاضر درسته که مجبورن برن تو زمین ورزشی ورزش بکنن و اون مسابقه رو برگزار بکنن، ولی اعتراض خودشون رو نشون میدن و یه حرکتی برای نشون دادن اعتراض خودش رو انجام میدن. اینکه یه فرد بخواد با توجه به اینکه تمامی حقوقش خورده میشه به سر کار بره و بگی که مجبور هست به سر کار بره، واقعا به نظر من خنده‌دار هستش و اصلا درست نیستش. متشکرم بانو ولیزاده. البته این صحبت شما مستلزم یه آگاهی خیلی بالا هست که خب من به این آگاهی برسم که یا به این جرأت بگم در برسم که آجون اگر من سر کار نرم بهتر از اینه که برم و حقم رو بخورم. ولی خب این مختلف از دور یه مقدار راحته، ولی به عمل میشه گفت شاید برای خیلی ها من میدونم که امکان پذیر نیست. ولی خب همچنان فعلا ما در ایران داریم میبینیم که بعضا با شرایط بد ولی خب تونستن به خودشون اطمینان رو داشته باشن که میخوان اعتراض کنن ولی اینکه سرکار نرن، حقوقی نداشته باشن. در بعضی جهات با نظر شما موافقم ولی در همه جهات امکان پذیر نیست. جناب انصاری صدای شما رو میشنوید، بفرمایید. خیلی ممنونم. والا این امر هنوز در طول تاریخ اتفاق نیفتاده که ایران بخواد کشور دومش باشه. اولا که همه شغل‌های دولتی نیست. یک. دو، خیلی مشاغل هیچ وقت نباید تعطیل بشه. اینم دو. مثل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز دولتی، آتش نشانی‌ها، شهرداری‌ها که اگه بخوام براتون بشمارم نصف مشاغل در نظر می‌گیره. شما فرض رو بذارید شهرداری دو روز اعتصاب کنه. ببینید اعتصاب هم فرمول داره، اعتصاب هم قانون داره. اعتصاب که این به این معنی نیست که ما امشب بخوابیم فردا بگیم خب مردم فردا تمام مردم بخوابن توی خونه شون. میگم همچه چیزی شاید حالا برای بار اول اتفاق بیفته. اون کسایی که تاریخ خوندن میدونن که هیچ وقت همچین اتفاق نیفتاده. هر عاملی، هر عنصری بر اساس اصول و قواعد خودش باید انجام بشه و اگر خلاف اصول و قواعد خودش انجام بشه نتیجه منفی در بر داره. اون بچه سیستان بلوچستانی که مجبور صبح زود بره آب ورداره ببره بفروشه و اصلا هیچ گونه اطلاعی از وضعیت سیاسی کشور نداره، که شما چجوری میتونی بهش بگی آقا دست از کارت بکش؟ اصلا امکان اینه که ما به تمام افراد جامعه توی کشور بگیم آقا شما یا اگر بری سر کار اصلا از حقوقت آگاه نیستی، ولی اگه نری سر کار از حقوقت آگاهی؟ یک در حقیقت پیش داوری و یک نظریه کاملا سطحی به نظر میرسه. خیلی ممنون هستم. ممنونم از شما جناب انصاری. بله، هر اقدامی یه برنامه ریزی خاص خودش رو باید داشته باشه که به نتیجه مطلوب برسه و به قول شما اگر برنامه ریزی نداشته باشه میتونه بجنگ به نتیجه مطلوب داشته باشه نتیجه محکس هم داشته باشه. بانو ولیزاده صحبتی دارین شما؟ بفرمایید. بله، به نظر من اینطوره که این که من بخوام بگم اعتراضات چطوری باید برگزار بشه و چه موقع برگزار بشه، به نظر من این در حد من نیست که این حرف رو بزنم حقیقتا، ولی این جامعه چرخ اقتصادیش وقتی که تمام مردم به فعالیتایی که از جمله کار کردن ادامه بدن، این باعث میشه که حکومت باز هم بتونه حرکت بکنه و رو به جلو بره. این اعتراضات به نظر من باید با اعتراضاتی که مشاغل به سر کار هستن همراه باشه. تا زمانی که همراه نباشه همینطور مردم داخل خیابان‌ها کشته میشن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. ممنون از نظرتون بانو ولیزاده. ولی خب ما فعلا بیرون از ایرانیم و خیلی از شرایط رو شاید نتونیم لمس کنیم.
و فقط میخوایم میتونیم اینو در نظر داشته باشیم که با حمایتمون از هموطنانمون در پیشبرد اهدافی که دارن و موفقیتشون بتونیم همراهیشون بکنیم و کمکی باشیم، حالا هر کدوممون به نوبه خودم. خب دوستان عزیز، اگر کسی صحبت دیگه هست، من در خدمت عزیزان هستم در غیر صورت که ختم جلسه رو اعلام بکنم. دوستان صحبتی ندارن؟ بسیار خدمت شما که عارضم. الان ساعت فکر میکنم به وقت اروپا الان باید 20 باشه، اگر چون شما دوستان هستیم من در اندونزی بسنیم. داره از همکاران گرانقدرم در بخش‌های مختلف که ما رو برای تهیه این جلسه همراهی کردن تشکر کنم. بانو مباشرفر گرامی که اتاق رو در اختیار ما گذاشتن، همینطور منشی جلسه بانو کوثر ولیزاده، ادمین‌های محترم بانوان فرشیده پورآذران، ایراندخت کیا و خانم کوثر ولیزاده، مسئول ضبط جلسه جناب مهدی افشارزاده و بنده که در خدمتتون بودم به عنوان مسئول جلسه محمد گلستانجو. خوشحال هم که یک جلسه دیگر رو فرصت داشتیم با هم باشیم تا تبادل نظر بکنیم و اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم. و در پایان همینطور که صحبت عرض کردم، امیدوارم که هرچه سریعتر این وضعیتی که در کشورمون داریم به بهترین شکلش به نتیجه مطلوب برسه و هموطنانمون رنگ زیبای همه یارزی موفقیت میکنم.